خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 25 اکتبر سال 2019 میلادی و برابر است با 3 آبان ماه 1398. 4 روز دیگه منتظر باشید. دوستان از آمریکا و از آلمان شما رو میبرن پاسارگاد شیراز فارس و نجاتتون میدن. چجوری من نمیدونم، از اونا بپرسید. ولی اجازه بدید ماجرایی رو که برای من اینجا پیش آمد بهتون بگم و شما هم اگر دوست داشتین این کار رو انجام بدهید. اگر در این منطقه واشنگتن دی سی، مریلند، ویرجینیا هستید، یه جورایی البته آقای بیژن جعفری گفت از هر جای آمریکا و اینها که باشن میتونن با ما تماس بگیرن. ماشین رو که دوست دارن اگه ما داشته باشیم حتی میتونیم براشون بفرستیم، یا امکان رانندگی اگه باشه براشون رانندگی میکنیم و دلیور میکنیم. بنده بعد از اینکه 2 سال یک ماشین قسطی نو جیپ خریده بودم، حقیقتش خسته شدم از این ماشین، چون نه قدرت داشت نه صندلی برقی داشت. ما پیرمردام هر دقیقه میخوام یکم بریم پایین، یکم بیایم بالا، یکم تو کمرمون اینجوری نمیدونم لامبر سپورت داشته باشه. بمانم ماشینمون رو، ماشین 2018 جیپ رو فروختیم، گفتیم بابا نخواستیم. همین ماشینای ژاپنی خیلی بهتر از ماشین آمریکاییه و دنبال ماشین ژاپنی بودیم تا دیدیم که یک نیسان کوست روی وبسایت والنتاینز موتور هست. تماس گرفتیم با آقای بیژن جعفری و ایشون با لطفی که همیشه ما داشته گفت بیا این ماشین رو ببر امتحان کن، اگه خواستی بعد به اصطلاح قیمتش رو هم برات درست میکنیم. ماشینی که 13,900 دلار زده بودن به ما دادن 11,500 دلار. به شما هم به احتمال زیاد دیل خوبی خواهند داد. حالا من یک دونه والنتاینز موتور رو اینجا به شما نشون میدم، ببینید چقدر قشنگ میتونید والنتاین موتور کمپانی، بله والنتاین که همون حضرت عشق، امام عشق، و موتور کمپانی هم دیگه میدونید مثلا جنرال موتور، همون جی ام سی، اونم هست جنرال موتور کمپانی جی ام سی. وبسایتشون این هست، اجازه بدید من کمی بازش کنم به شما نشون بدم و شما هم اگر ماشین خواستید، اول گفتم در این منطقه، حالا تصحیح میکنم مهم نیست هر جای آمریکا که باشید، کانادا رو خبر ندارم، ولی میتونید تماس بگیرید بالاخره باشون صحبت کنید، شماره تلفنشون هست، تکست میتونید بفرستید. این هست والنتاین موتور کمپانی VMC، شماره تلفنشون هست، آدرسشون هست، تکست میتونید بفرستید و ساعات کارشون هم هست، نوشتن از دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 8 بعد از ظهر، روز شنبه از 9 صبح هستن تا 6 بعد از ظهر، یک شنبه ها هم تعطیل هستن. و میدونید که طبق قانون تورات، نه تورات نه انجیل، یک شنبه ها شما اگر تعطیل نباشید و برید سر کار حکمتون قتله. باورتون بشه یک پیغمبری پیدا بشه وقتی خودش هنوز نه به داره نه به باره، البته این بنده خدا که به دار شد، جیزس بیاد دستور بده که یه شنبه ها شما باید تعطیل کنید یا اینکه چیز میشید. ببینید اینجا الان تا میان افرادی اونجا هستن که ازتون میپرسن کاری هست که ما براتون انجام بدیم، مثلا شما اینجا مینویسی، حالا ما نمینویسیم که این بنده خدا رو بعضیت به اصطلاح به درد سر بندازید، بعد میایین اینجا اینونتوریشون رو چک میکنید، ماشینای مختلف چی میخواین،
از اکورا، بی ام دبلیو، هاندی، نیسان، مرسدس، قیمت های مختلف و بعضی وقتا هم به اصطلاح دیلای خیلی خوبی دارن. دوستان بهتون بگم، بعضی ها میگن ما از دیلر ماشین نمیخریم. دیلر شما اگه ماشین بخری، حتی ماشین بدون وارانتی هم به شما بده، خب همین ماشین من 2012 است، تقریبا 10 سال چقدر 2012 7 سال 8 سال کهنه است، اونجا هم امضا میکنیم نو وارانتی اینا. ولی خب فکر کنید اگه مثلا موتورش فردا بسوزه، من برم به اینا بگم آقا اینجوری شده، خب اولا کمکم میکنن موتور ارزونی پیدا کنیم، عوض کنیم، فلان اینها. بالاخره من فکر میکنم بهتر باشه تا اینکه از یه کسی بخرین ولی فردا هیچ چیز نداشته باشه. خلاصه انواع ماشین‌های مختلف اینجاست. با آقای بیژن جعفری هم گفتیم که خب حالا ما از شما ماشین خریدیم، شما هم بیا و از تلویزیون مردم حمایت کن، آگهی تو به اینجا بده تا ما آخر سال برات بذاریم پخش کنیم و الی آخر. یه آگهی داشتن، نمیدونم وقتی ما پخش کردیم، حالا یادم افتاد، وقتی پخش کردیم یوتیوب یقه ما رو گرفت، گفت موزیکی که توی این آگهی استفاده کردن کپی رایت داره و نشد که بشه. در صورت ممنونم از آقای بیژن جعفری، از الکس همکار ایشون و از آقای بابی و خانم انجی که اونجا کارهای دفتری و به اصطلاح پیپر ورک اینها رو انجام میدن، خانم بسیار مهربانی هستن. خب دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد 244مین برنامه خود رو برای شما اجرا کردن و ضبط کردن و فرستادن، ما هم براتون پخش میکنیم، هم قسمت یکش هم قسمت دوش. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم، با خانم بهیه جیلانی تماس گرفتم، ایشون گفت امروز یه جایی هستن کار دارن و نمیتونن، اگر بشه فردا. گفتم که فردا بنده عروسی هستم و فیلم برداری، حالا اگه بشه دوشنبه. مشکل دیگه وقتی خود یه نفر میخواد بشینه، یه نفر بشینه خودش برنامه بذاره، باید ابر و باد و مه و طوفان و فلک همه به اصطلاح در ردیف مناسب و موافق باشن. حالا دیگه اگه شد دو نفر دو برابر مشکل، شد سه نفر سه برابر. ولی ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هست. آقای امیر حسین لادن یه مصاحبه انجام دادن با خانم زینا تهرانی، همون خانم سیمین تهرانی، یار غار آقای مسعود امینی معتاد، که اکنون در تلویزیون کانال یک برنامه داره و این برنامه رو درست کردن. من توی فیسبوک میذارم، برید ببینید که این شاهولایا چگونه بعد از 40 سال هنوز نمیخوان قبول کنن که سیستم شاه اشتباه کرد. حتی نزدیکان شاه آمدند و گفتن هم ما اشتباه کردیم، هم شاه اشتباه کردیم، هم خود شاه در کتاب پاسخ به تاریخ گفت که ما اشتباه کردیم، حزب رستاخیز بزرگترین اشتباهش بوده و هنوز اینا نمیخوان قبول کنن. در صورت توی این برنامه میبینیم که خانم زینا تهرانی نباید گفت با زیرکی خاصی، با چی بگیم که بهشونم بر نخوره. حالا اگه آقای لادن خواست در این موردم صحبت میکنیم. پس شد 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن. یه موضوعی رو که من اون روزم درباره برنامه گفتم، ماجرای دشمن شناسیه. شما میدونید در علم پزشکی یک رشته هست، یک تخصصی هست به نام آسیب شناسی، فکر کنم میگن پاتولوژیست یا هم چیزی، که این شما وقتی مریض شدی مثل بیداری ارتش نیست، همینجوری که بری با سرتاس، چی میگفتن، چرا بهم میگفتن سرتاس، این چیزی که میزدن زیره بریز قرص بده بگه برو خوب بشو، تب داشته باشی همون قرص، سرت درد کنه همون قرص، پات درد کنه همون قرص. اینجا آسیب شناسی میکنن، وقتی که آسیب رو، صدمه رو شناختن، بعد به دنبال چی میرن؟ به دنبال درمان و به اصطلاح چگونه از شر این راحت بشن. حالا در رابطه با آخوندا و این موزل بزرگ در ایران،
باید شما دشمن شناسی بلد باشید. سعی میکنم با ایشون در این مورد هم صحبت کنیم. و اما آقای شهرام ایران بومی یک مقاله در فرانکفورتر نوشته شده درباره ایشون. اگه آلمانی بلد هستید حتما برید بخونید، اگرم بلد نیستید اصلا ناراحت نباشید. این روزا به شکرانه نعمتی به نام گوگل ترنسلیت شما میتونید مطالب رو ترجمه کنید، ولی مواظب باشید در ترجمه گوگل گاهی وقتا اشکالای خیلی بزرگی رخ میده و روی میده، مخصوصا زبانهایی مثل فارسی و عربی و افغانی و اینها که آلفابتشون فرق میکنه با الفبای یا آلفابت انگلیسی. خب حالا آقای شهرام ایران بومی ببینیم که توی این مقاله چی میگن و چی شده به اصطلاح این موفقیتی که کسب کردن در آلمان، میشه گفت که تقریبا بی سابقه بوده. بذارید من اینجا بنویسم که بله اینجا این و کجا نوشتیم راجب اون، این هم این، یکی یکی اینا رو خط میزنم و بله یک پیامی رو برای من ایشون فرستاد که البته من میدونم اجازه ندارم پخش کنم. به اصطلاح یک ایرانی بنده خدای تماس میگیره با ایشون و درخواست کمک میکنه، گویا به اونجاهایی که مراجعه کرده که بهش کمک کنن، کمک که نکردن به جای خود بهش صدمه هم رسوندن. خیلی مواظب باش. ایشون به فارسی نوشته، آقای دکتر شهرام ایران بومی، دولت شهر فرانکفورت برای اولین بار در تاریخ سیاسی آلمان برای یک ایرانی هوشمندانه اعلام جنگ به آمریکا نمود و آمریکا را توبیخ برای بی احترامی به ایرانیان نمود. پرونده شکایت وکیل ایرانی دکتر ایران بومی بر علیه آمریکا روابط آلمان و آمریکا را تحت پوشش قرار داد. مبارزه وکیل ایرانی آقای ایران بومی با دولت ترامپ برای احترام به ایرانیان هر روز نتایج جدیدی به دست آورده، نوشتن باعث شده سیاستمداران آمریکایی و اروپایی که برای رعایت حقوق بشر در سراسر دنیا هستند از کارزار وی حمایت می‌نمایند و در یک برنامه عمومی نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا از وی حاضر به معذرت خواهی شد. ماجرا به این صورت، وقتی که ایرمان ایران بومی جوان 20 ساله ایرانی تبار در یک تصادف در آمریکا کشته شد، پدر ایشون که در آلمان زندگی میکنه آقای دکتر ایران بومی با وجودی که 10 سال ویزا در پاسپورتش بوده و بعد از این ماجراهای دیوونه بازی ترامپ این ویزاها معلق شده، میره و تقاضا میکنه که 3 روز بهش ویزا بدن تا بیاد اینجا در مراسم تدفین و خاکسپاری و یادبود پسرش شرکت کنه و این ظالم ها ویزا نمیدن. از اونجا آقای ایران بومی عزمش رو جزم میکنه که بره و داد این افراد مظلوم رو بگیره و میبینیم که فقط برای خودش فریاد نمیزنه، برای دیگران هم هست و امیدواریم که ایشون موفق باشه در کارهاش و افرادی مثل اون دانشجویی که با وجودی که ویزا داشت و اینها بهش اجازه ندادن بیاد آمریکا و اینها، از این ماجراها دیگه پیش نیاید. و اما من دنبال این مقاله فرانکفورتر هستم، متاسفانه باز نمیشه. بذارید ببینم تو این قسمت پایینیش فرانکفورت ام ماین، میدونید که آمریکا وقتی میخوان آدرس بدن مثلا میگه اصفهان بغل زایندرود، نمیدونم این اینجوریه فرانکفورت ام ماین، اون یکی دیگه ام راین، اسم رودخونه ها رو میگه. فور سام ریزن، به یه دلیل یا به هر دلیلی این صفحات باز نمیشه. جالب اینه که
امروز وقتی من بیرون بودم، آقای ایرانبومی اینجا تماس گرفته بود و وقتی من آمدم تماس میگرفتم با ایشون که ببینم اگر امکان هست چند دقیقه با ما صحبت کنن، ایشون نبود و اون تماس فیسبوک میگفت که آقای دکتر ایرانبومی با یک نفر دیگه روی تلفن داره صحبت میکنه. در هر صورت ما به قول معروف ایشون رو دعوت میکنیم تا در برنامه های آینده مهمان برنامه ما باشن و این خبرهای خوب رو که درسته که با غم از دست دادن فرزندشون شروع شده، ولی با شادی و با این موضوع که افراد دیکتاتور نتونن ظلم کنن به مردم عادی، امیدواریم که خاتمه پیدا کنه. و اما آقای مانی خورسندی اون روز نوشته بود که اگر میخوای من برنامه درست کنم من باید پول بگیرم. بعد دوست اون آقای فرهاد زمانی از ایران نوشته بود که خیلی جالبه، دوستان میان مجانی برنامه شما رو نگاه میکنن، ولی اگه یکیشون برنامه سازه به شما میگه پول بده که من برنامه درست کنم. و سعید دیدم که به ایشون پاسخ داده بود که خب این مثالی که میزنی مثل اینه که شما برید توی چلو کبابی بگی چرا شما خودت خوراک مجانی میخوری ولی از ما پول میگیری. من گفتم من اصلا متوجه این مثال نشدم و اینجوری نیست. آقای زمانی میگه خب شما که دارید میبینید این تلویزیون نه آگهی داره نه پسر عموی نمیدونم صدام حسین بوده، نه فرزند خوانده این پادشاهان عربستان سعودیه، نه آویزون به شاه اللهیاس و درآمدی نداره. بارها هم گفته، حتی همون بیژن فرهودی هم یکی دوتا برنامه گذاشت و اینها، اون گفت نمیتونید یه پولی به من بدید؟ گفتم آخه آقا باید شما به من بگی از کجا. بیا من 100% پولی که در میارم میدم به تو. آقا 100% زیرو میشه زیرو، ولی شما بیا برنامه بذار، از مردم درخواست کمک کن، وقتی حمایت کردن 50% شما بده. حالا اگر زیرو بود باز 50% زیرو همون میشه. در صورت ماجرا از مانی خورسندی شروع شد، آقای فرهاد زمانی از ایران کامنت نوشت و سعید از کالیفرنیا پاسخ داد که باز همه اینها برای فاتی تنبون نمیشه، یعنی برای تلویزیون مردم حمایت باید سر جای خودش باشه. از دوستانی که قبلا حمایت کردن ممنون و متشکرم، ازشون خواهش میکنم که حمایتاشون دائمی و مستمر باشه، استمرار داشته باشه، یعنی به مرور زمان مثلا ماهیانه به خودشون قرار بذارن $20، $10، $15. اینجوری خیلی هم باعث دلخوشیه، همین که ما میدونیم آقا $100 این میده، $20 اون میده، $50 اون میده، ما میدونیم چگونه خرج کنیم و دخلمون رو با خرجمون ردیف کنیم. گفت به حال آن کس باید گریست که دخلش 19 و خرجش 20. یعنی اگه کسی $19 $19 در میاره ولی $20 خرج میکنه، خب این هر ماه $1 میره تو بدهکاری. حالا به حال اون باید گریست، به حال ما باید تو سرمون بزنیم که دخلمون 19 نیست، 9 هم نیست، 8 هم نیست. در هر صورت حمایت کنید، مخصوصا اونایی که قبلا هم حمایت کردن و مدتی است به هر دلیلی، تعطیلات تابستون، شروع شدن مدارس، کمک به دیگران حمایت نکردن، تلویزیون مردم رو باز هم حمایت کنید. یک بار دیگه از اون دوستی که آقای فکر کنم نوشته بود جیمی مه و نوشته بود من نقدن کمک کردم، ما میخواستیم بگیم آقا نقدن کو کجا، خوب که نگفتیم طرف بنده خدا روی پیپل کمک کرده بود. و اما دوستان میدونید که شاه مملکت ما وقتی 40 سالش بود با یک دختر خانمی که حالا دختر خانم از فرانسه به نام فرح دیبا که 20 سالش بود ازدواج کرد، آخوندا که دیگه به همین صورت. بعد اگه چند مدت چند هفته پیش یادتون باشه عکس و ویدیوی یه ازدواجی بود از یه دختر نمیدونم 9 ساله 13 ساله با یه آقایی که سنش زیادتر بود و چه داد و بیدادا و اینها که حتی ایران
ایران اون ازدواج رو به اصطلاح گفت که اینجا میگن نول. نول همون کلمه منفیه، توی برق هم میگن مثل نگتیف که هست، نول هم هست. و اون ازدواج رو غیرقانونی شمرد و لغوش کرد. ولی جالب اینجاست در همین آمریکا، آمریکای ما، آقای بیژن مرتضوی، هنرمند 62 ساله متولد 1356 یا 57 ایران، میره با یه خانم 22 ساله ازدواج میکنه، با خانمی که میگن سالها باهاش رابطه داشته. یعنی اگر گندش بالا بیاد میشه یه جورایی بگه این آقا با کسی که زیر سن قانونی بوده رابطه داشته باشه. البته فکر نمیکنم کسی رو بدون شکایت بتونن برگردن بگن شما با این رابطه داشتی. میتونه بگه که اینجا هنرپیشه ها این کارو میکنه، میره دختر جوون، پسر جوون رو میاره نگه میداره، همچین که 18 سالش شد تو برو که من اومده. در هر صورت تبریک بگیم با آقای بیژن مرتضوی، خانم 22 ساله با آقای 62 ساله ازدواج کرده و یک ویدیویی هم هست درباره اینها صحبت میکنه. من هنوز این فرانکفورتر صفحهش رو نتونستم باز کنم و خیلی عجیبه، چون صفحه ای رو که آقای ایران بومی گذاشته هم عکس داره هم لینک داره. بذار بهتون اینجوری نشون بدم. چرا اینجا باز نمیشه من نمیدونم. و معمولا اینا وقتی روش کلیک میکنید، ببینید چرا من دارم اینجوری به شما نشون میدم، باید عکسشو بیارم توی این کامپیوتر اینوری، ببخشید یکم سلکت ایریا اینجوری. بعد ببینید وقتی که این عکسو نشون میده، ببخشید زود پرید، لینک رو نشون میده، باز این پایین لینک رو نشون میده، این باید کار کنه. ولی ما وقتی رو این میزنیم همینجوری سفید میشه. آمد ببین، گفت گر صبر کنی زغوره حلوا سازم. خب این لینک رو من روی فیسبوک میذارم برای دوستانی که بلدن آلمانی بخونن، ازشون خواهش میکنم اگر دوست دارن اینو برای دوستان دیگه هم بفرستن که اگر کسی جایی حقش پایمال شده بدونه و بتونه که بره به اصطلاح حقش رو بگیره. بله اینجا نوشته ده، اینجا میدونید که آلمان مثل ایران تقویمش با روز با ماه و سال، برعکس آمریکا که قاطی پاتیه، اول ماه رو می‌نویسه بعد روز رو می‌نویسه بعد سال رو می‌نویسه. آلمان مثل آدمیزاد روز رو می‌نویسه 23 اکتبر، ماه رو هم نوشته 10 یعنی اکتبر، سال هم سال 2009 و نوشته ایران بومی عین گلن هایت سور کهرونده. یادم رفته ولی شما میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید الان مثلا من این قسمتشو میگیرم کپی میکنم، بعد میام اینجا میگم گوگل ترنسلیت، این صفحه که باز میشه میگه اینجا شما تکست رو بنویسید، خودش معمولا خودش میفهمه. میدونید این AI Artificial Intelligent داره میاد سراغمون، یعنی کامپیوتر خودش رو هی هر روز برعکس ما که خودمون رو نادانتر میکنیم. الان شما اگه شماره تلفن های دوستای منو بپرسی، من 5 تا شماره تلفنم بلد نیستم، ضمن این که اون موقع 30 تا 40 تا شماره تلفن بلد بودیم، محمد اینه، حسن اونه، حسین اونه، داریوش اینه، کوروش اونه و الی آخر. ببینید من تا اونو کپی کردم زدم اینجا، این و آمد When the son of Frankfurt attorney Sayed Iranbomi died in the US in the summer of 2019, a deeply human problem of the current US foreign policy became clear. The father was denied entry to the funeral event, even a 3-day visa without mention of reason rejected. میگه که وقتی که این
به اصطلاح مصیبت برای این خانواده پیش آمد، اون وقت اینها بدون اینکه دلیلی بیارن ریجکت کردن، یعنی رد کردن، قبول نکردن ویزا بدن به آقای ایران بومی که از آلمان بیاد، کسی که بارها آمده و رفته و اصلا میگه من نمیتونم و نمیخوام آمریکا زندگی کنم، من اونجا وکیلم، دفتر دارم، زندگی خوبی دارم، بیام اینجا چه کار کنم؟ راننده تاکسی بشم، راننده اوبر بشم، ظرف بشورم؟ نه که خدای نکرده اونایی که راننده تاکسی و اوبر هستن مثلا بالاخره اونا برای پرششون، برای خودشون دارن این کار انجام میدن، ولی ایشون میگه من تصمیم گرفتم اونجا بمونم. در هر صورت امیدواریم آقای ایران بومی تماس بگیره و پیغام بذاره، ما هم پیغامشون رو پخش کنیم. و اما دوستان، شما حتما دیدید که ایرانی ها وقتی می‌نویسن وکیل، می‌نویسن وکیل پایه یک دادگستری. من نمی‌دونم، تو کار قضاوت و دادگاه و اینها وارد نیستم، این چیه؟ توی دادگاه ها هم وکیلا پایه یک و پایه دو اینها دارن. یادتونه گواهینامه رانندگی میگفت گواهینامه راننده، گواهینامه پایه یکم رانندگی، یا گواهینامه پایه دوم، یا پایه دوم همگانی، و اینجوری بود. در صورت به نظر میرسه در هر رشته ای که شما بری این درجه بندی ها شما رو ول نمیکنه و اون جامعه بی طبقه توحیدی هیچ جا وجود نخواهد داشت. اون دوستانی هم که فکر میکنن جامعه بی طبقه کارگری میتونن داشته باشن، اون هم خیال باطلی بیش نیست. راستی از آقای منصور اوسانلو چه خبر؟ از این دوست دیوانه ما آقای سعید صالحی‌نیا چه خبر؟ چی شدن اینها؟ به قول خیام از باد بر آمدند و برباد شدن. اینم از این انتخابات اینجام هر روز ادامه داره و از طرفی کثافت کاری های ترامپ هم هر روز ادامه داره. دوستان زیادی از برنامه چهارشنبه من گله کردن، گفتن وقتی که نیستی همون بهتر که برنامه اجرا نکنی، چون وقتی از جاهای دیگه با امکانات کمتر برنامه اجرا میکنی معلومه و مشخصه که آماده نبودی، و شمایی که به دیگران میگی آقا خانم بنویس چیزاتو، کاغذاتو آماده کن، خودت بدون آمادگی آمده بودی. در هر صورت گفتم شما درست میگی، وقتی شما درست میگی زبان بنده قاصر است، یعنی کوتاه است، و چشم سعی میکنم که یا برنامه بذارم یا اگه نه فقط بنویسم که امروز برنامه، یا یه ویدیو کوتاه بذاریم که امروز برنامه نداریم. مرسی، متشکرم. و اما ببینیم که اینجا چیه. خب هر روز برای ما نامه میاد که اینو بخر، اونو بخر، و جالبه توی آمریکا میگه شما اگه اینو بخری اینقدر سیو میکنی، یعنی میگه اگه مثلا $3,000 بدی این دوچرخه رو بخری، $500 امروز پسنداز میکنی. یادم سالها پیش وقتی که همون روزای اولی که آمده بودم آمریکا و رفتم یک کلاسی به نام ESL ثبت نام کردم، که دوستان میگفتن آقا دیگه تو آمریکا هستی ESL میخوای برای چی؟ گفتم بابا جون هر کشوری میری باید زبانش رو یاد بگیری تا با مردم اونجا خودی بشی. شما اگر مخصوصا ماها که زنمون آمریکایی نیست، سر کار بیشتر با ایرانی ها سر کله میزنیم و اینها، بهتره که اقلا یا کلاس بریم یا تلویزیون آمریکایی ها رو نگاه کنیم اینا. و یک روز یکی از دوستان ما که اون بنده خدا هم دکتر گوش حلق و بینی بود، و خب مثل هر کسی که میاد، بنده دبیر بودم اینجا، رفتم رانندگی کردم، اون رفته بود توی فروشگاه سوپرمارکت، اینایی هست که صبح زودتر از من شما میرن سبزیای مونده دیروز رو میریزن دور، تمیز میکنن، سبزیای تمیز میذارن، گوشت میذارن، به اینا میگن استاکر، یعنی استاک میکنن، جا میدن این چیزا رو. و گفت که من امروز نرفتم سر کار، $2,000 سیف کردم. ما گفتیم یعنی چی؟ چجوری شما سر کار نرفتی و $2,000 سیف کردی؟ گفت نشستم تلویزیون نگاه کردم و گفتم که خب میگه اینو بخر $300 به نفعت میشه، این کفشو بخر $50، همه اینا رو جمع کردم دیدم من $2,000 به نفع میشه.
گفتیم حالا خریدی؟ گفت نه آقا من پول ندارم، اگه میخواستم این 2000 دلار به نفعم بشه باید 30000 دلار خرج میکردم. مواظب باشید این you will save you will save به اینجاها میرسه. و اما این آقای بیژن مرتضوی و خانم 22 ساله ایشون رو هم خط بزنیم و والنتاین هم درباره شون گفتم. شما هم اگر دارای بیزینس یا سرویسی هستید میتونید از خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید با یه نرخ بسیار کم. و اما لبنان شلوغ، پاکستان آماده برای تظاهرات بر علیه همین آقایی که من فکر میکردم خواننده و اینها هست، گفتن نه این مثل که بازی کنه کریکته، چیه یه بازی هست. انگلیسی ها به پاکستانی ها و هندی ها و اینا یاد دادن اینا هم بازی میکنن و گویا گفتن که این نتونسته وضع اقتصادی رو یا ثابت نگه داره یا بهتر از این که بوده و وضع خیلی خرابه در پاکستان، منتظر ناآرامی ها باشید. از اون طرف اینا هم این دارن چیز میکنن، به اصطلاح پلیس داره آماده میشه که با اونایی که تظاهر میکنن به عنوان شورشی برخورد کنه. اینم خیلی ماجراست. اینجا میگن بین این کلمه و این یه خط نازکه، مثلا چه کسانی فریدم فایتر هستن، آزادی خواه هستن، چه کسانی انسرجن. انسرجن یعنی یاغی. حالا کلمه ریبل هم نمیدونم همونه یا نه، در صورت ما اگر 100 سال دیگه هم اینجا باشیم هنوز کلماتی هست که نمیتونیم درست جایگزین کنیم. بعضی وقتا قشنگ تو جمله انگلیسی به کار میبریم، استفاده میکنیم، ولی وقتی میخوایم فارسیش رو مترادف همردیف یا چیش پیدا کنیم به اشکال برمیخوریم. اینم از این. و منتظر باشید در پاکستان شلوغی و در لبنان آردی شلوغ هست. و اما آقای منصور تعید که هم هنرمند تئاتر هستن و هم کمدین هستن، خیلی من چند تا از کاراشون رو دیدم، کاراشون قشنگه. یک نمایش نامه کوتاهی رو ویدیویی درست کردن به مناسبت 200مین سال تولد باب و توی اون قشنگ اینها میگن که پیغمبر ما محمد و جیزز و اینها نیست، پیامبران اینها دو نفرن، یکی بهاءالله و یکی باب. و ایشون میگه که به مناسبت 200 سال تولد سید یا سید باب یا سید باب و میگه که آقا این حضرت مهدی موعود همین بوده، آمده تموم شده. حالا بعدش برنامه بهایی ها چیه نمیدونیم. برنامه بهایی ها بعدش اونیه که آقای حسن ارشاد داره میگه که این دوستان یه کمی با ما رو راست نیستن و یه کمی دروغ میگن، اونجایی که به نفعشون هست نمیگن که اینها دنبال حکومت جهانی هستن، در دست گرفتن حکومت جهانی. حتی در دینشون به مردم بهایی پیشنهاد شده شما اسلحه هاتون رو نگه دارید، شمشیر هاتون رو به اصطلاح برق بندازید و آماده کنید. اگر دوستی بهایی هست که در این مورد میخواد صحبت کنه میتونه مهمان برنامه ما باشه تا چند دقیقه با هم گپ بزنیم و گفتگوی دوستانه داشته باشیم. این هم از آقای منصور تعید و ویدیوش رو احتمال زیاد اسمشون رو توی گوگل کلیک کنید میتونید ببینید. و اما یک ویدیوی رو یه دوستی به نام آقای رضا مهرعلی یا مهرعلی برای من فرستاده بود، من ویدیو رو که نگاه کردم دلم به حال اون بنده خدا سوخت، اون برادری که دوتا برادرش از دست داده در شهر شادگان استان خوزستان و گویا افرادی آمدن نبش قبر کردن. نبش قبر یعنی قبر رو میکنن و اینجوری که ایشون میگفت جنازه ها رو نمیدزدن، قسمتی از بدن این جنازه ها رو میبرن و میبرن. حالا برای چی؟ حالا مثلا ما اگر شنیدیم توی چین میگن اعضای بدن زندانی ها رو میفروشن،
فیلم هایی هم در این مورد ساخته شده، یا حتی در رابطه با همین آخوندا گفته بودن که همچین کارهای انجام میدن. خب اون طرف تا زنده هست ممکنه کلیهش رو در میارن، قلبش رو در میارن فلان، ولی کسی که مرده، حالا یا به دلیل تصادف بوده یا به دلیل بیماری و مریضی بوده و بردن خاکش کردن، حالا یا شب اول یا شب دوم بعد میان این مرده رو اجزاء بدنش رو میدزدن، اونا برای کیه؟ اینا یه عده اینجا هم هستن، بهشون میگن شیطون پرست، با اسمهای مختلف یک کارهای کثیف اینجوری انجام میدن. توی مراسمشون اعضای بدن و اینها رو میارن و نمیدونم خلاصه. ولی یه چیز مهمی که من وقتی این ویدیو رو دیدم، با همه این که متأثر شدم، ناراحت شدم، دلم میسوخت برای این برادر که حالا من داداشم از دست دادم، حالا باید بیام شب سر قبر بشینم به اصطلاح مواظب مرده باشم. و ایشون میگه که شهرداری فقط از ما پول میگیره، این قبر رو میده که ما ایشون رو خاک کنیم، دیگه مواظبت نمیکنه، اینجا چراغ نداره، اینجا مأمور نداره. دوست عزیز، پدر بنده اینجا خاک است. آقا حالا ما شانس آوردیم فقط این گلدون فلزیشو دزدیدن، گلا رو که مادرمون میبرد، ما میبردیم، دوستان یه وقت میآوردن میذاشتن اونجا، گلا رو میدزدیدن. اینجا دیگه با اون شدت نرفتن که مردرم بدوزن. آقا وقتی تو آمریکا اینجوریه که تازه قبرستونه یه قبرستون خصوصیه، آخه من نمیدونم شما چه انتظاری دارید از آخوند که 40 سال به شما ثابت کرده که دزده، جنایتکاره، اون وقت شما میخواین که برای مردتون بره چراغ روشن کنه؟ آخه قربونت برم، آخوندی که برای زنده شما تو خیابون چراغ روشن نمیکنه، چرا انتظار بیش از حد داری که برای مرده شما در شادگان بیاد پارک درست کنه چراغ روشن باشه؟ والا بلا همینجام شبا توی قبرستون من فکر نمی کنم چراغ روشن باشه. یه چیزی براتون تعریف کنم، یه دوستی داشتیم، دوست ارمنی بود، حالا ارمنی ها بعدشون نیاد، توی آلمان. خب ما یه منطقه‌ای که پناهجویان بودن، چند تا آپارتمان رو اداره سوشال اجاره میکنه و اینا رو میده، یه اتاق به این یه اتاق به اون، تا تکلیفشون معلوم بشه و براشون خونه بگیره یا جای دائم پیدا بشه بره. در مدتی که ما در هوخهایم جرمنی بودیم که نیم ساعتی با فرانکفورت فاصله داره، ما میرفتیم گاهی وقت فرانکفورت، بالاخره وسایل ایرانی و زیتون و میکون و اینها بخریم، نمیدونم از یک خورد چی میگم. بعد با این دوستان میرفتیم، با آقای بختیاری بود، با آقای صدیقی بود، همین دوستمون بود، حالا اسمشو نمیگیم چون گفتیم میخواد چیکار کنه. آقا وقتی برمیگشتیم، این آقا از برای که نزدیک بشه شورتکات یا میونبر میزدیم از تو قبرستون، و این آقا گلهای سر قبر آلمانیا رو میدزدید و برای همسرش میآورد و همسرش به همسرای ما پوز میداد که ببینید همسر من چقدر منو دوست داره، هر وقت میره فرانکفورت برای من گل میاره. آخه شما ببینید، آلمان، هوخهایم، طرف ارمنی، از قبرستون مسیحی ها گل میدازه برای همسرش میبره، اون وقت شما تو ایران از آخوند انتظار داری برای سر قبر بابامو نمیدونم برای داداش تو بیاد چراغ بذاره، مأمور با اسلحه بذاره. ولی ببینید اونایی که میان این کارو میکنن کیا هستن؟ اونا چرا جسد برادر شما رو میارن بیرون و شما میری میبینی یه تیکشو بریدن؟ اونا کیا هستن؟ چرا جامعه به اینجا رسیده؟ ساعت 2:40 است، امروز با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. مرده دزدی در ایران و انتظار از حکومت آخوندی. و اما وکیل پایه یکم اگه میدونید به ما بگید که چیه این مراسمی. ها یادم رفت، مهمتر از همه این رو نوشته بودم، آتش سوزی در کالیفرنیا که واقعا دیگه غم انگیز شده. کالیفرنیا به دلیل اینکه رطوبت مثل ویرجینیا نیست، ویرجینیا تقریبا مثل شمال ایرانه، آقا از وسط آجر، از وسط سنگ سبزی میاد بیرون. شما یه چیزی رو بذار، مثلا لاستیک ماشین، لاستیک ماشین رو بذار
توی درایو. بعد دو هفته میبینی روش جلبک سبز شده. جلبک هم یه نوع سبزیه دیگه، ولش کن درخت سبز میشه، گل میاد بیرون. ولی کالیفرنیا اینجوری نیست. کالیفرنیا وقت وقتی که گرم میشه یه بادهایی هم میاد که باد و گرما و خشکی باعث آتش میشه. الان چیزای جدید هی یکی یکی پس از این میاد. اولا مثل این که یه گازی منفجر شده، حالا اگر سعید بود برامون مینوش که چه خبر هست و اینها. دوستان راستی این برنامه رو اگر خواستید با دوستان خود شیر کنید. برای من خیلی عجیبه این آقای علیرضا سلیمانی، ما سالهاست همدیگر رو میشناسیم و حالا نمیخوام بگم مثلا نمیدونم مثلا ایشون چند نفر بیننده داره یا فلان، ولی آدم ناراحت میشه که چرا این دوستان اینقدر کم لطفن. مثلا برنامه فلانی رو با آب و تاب مینویسه و توضیح میده، ولی برنامه ما رو، آقا حتی انتقادم اگه داری بذار انتقاد. و از اون ورم آقای رضا سلامی متاسفانه این دکتر پروفسور همشهری ما هنوز دنبال ترامپ و هنوز فکر میکنه که ترامپ مهدی صاحب زمان هست و میاد مردم رو نجات میده. و ترامپ اینجا تا گردن در مرداوی که خودش درست کرده فرو رفته، یکی پس از دیگری اونهایی که وطن پرستن با وجودی که دستور داده شده که نرین شهادت ندین، میان در مجلس شهادت میدن و هر کدوم از اینا که شهادت میدن کار ترامپ بدتر از بدتر میشه، تا جایی که خود جمهوری خواها به ترامپ گفتن شما آماده باش که در مجلس ایمپیچ بشی، استیضاح بشی، ولی نگران نباش. اینها جمهوری خواها آدم های بیغیرتی هستن و اونجا نمیذارن بلایی به سر شما بیاد، ولی میگن بعضی از اونها ممکنه بعدن توی رای گیری، مخصوصا اگر این رای گیری ها یه جورایی به صورت مخفیانه و محرمانه باشه، اون موقع نشون بدن که بابا اینها هنوز هم دنبال کانستیتوشن یا قانون اساسی هستن، هنوز براشون مهمه. و اما بذارید من ببینم اینجا شاید بازم مثل اون روز ما نتونیم نوشته دوستان رو بخونیم که عیبی هم نداره و کسی هست یا نیست. بله هستن. و خیلی عجیبه که اینجا میتونم بخونم، ولی اونجا که صفحه اصلی هست که قبلا بغلش مینوشت نمیتونم. حالا اجازه بدید ببینیم چیه. میگن که قیمت اجاره وقت چند است؟ نتوانید مسنجر کنید؟ بله. سلام سوربی جان، خیلی ممنون و اینها. یه ویدیویی هم من گذاشتم، اگه وقت کردیم برید نگاه کنید. یه آقای آمریکایی که رفته در ایران، به احتمال زیاد اطراف اصفهان، چهارمحال بختیاری اینها، چون قشقایی‌ها از اونور از بوشهر و شیراز و استان فارس میان میرن به طرف سمیرم و به طرف اصفهان و یاسوج و اینجاها، اینا همه جا رو دور می‌زدن. البته هر روز که می‌گذره اینها هم به اصطلاح نقل و انتقالشون کمتر میشه و به صورت ایستا در میان. اونا مثل من و شما یه جا خونه میسازن، دوست دارن مدرسه بسازن اینا، ولی هنوز هم که هنوزه اون ییلاق و قشلاق انجام میدن، به خاطر اینکه هنوز مزرعه دار که نه، ولی دامدار هستن و به خاطر همین دامشون رو وقتی اینجا سرده میبرن جایی که هوای بهاری داره و سبزه هست و اینها، دوباره از اونجا میچرخن اینها. و مراسم عروسی هست که یک آمریکایی هم اونجا هست و تو شرکت میکنه. بله آقای فرهاد زمانیان هم از ایران، منم به شما سلام میکنم. درباره شما و آقای مانی خورسندی و آقای سعید صحبت کردم و آقای رحیم نگهبان که هم اسم داداش من هست و هم همشهری ما، نوشته که درود جناب سوربی گرامی، وکیل پایه یک همان کارشناس ارشد است، یعنی فوق لیسانس داره، البته نیاز به امتحان دارن. خب اینجا آقا وکیلای بیچاره بعد از اینکه لیسانس میگیرن 6 سال میرن، یا 6 سال میرن، ولی 6 سال میرن دوباره مدرسه لا، سکول آف لا، بعد اونه که تموم میکنن تازه باید برن بورد یا همین چیزی که شما میگید امتحان بدن. اینم از این ممنون، متشکرم. پس این وکیل پایه یک یعنی اینا فوق لیسانس دارن. فوق لیسانس میشه چقدر؟ میشه 6 سال. 4 سال لیسانس میگیره، 2 سال هم فوق لیسانس میگیره، میشه 6 سال.
ولی اینجا 10-12 سال پدر صاحب بچه در میاد. بله نه دیگه اینجوری اذیت نکن. خانم تنازی میگه شاید با اون تیک بدن مرده آبگوش درست میکنه. نه این یه جوری بی احترامی و یه جوری نستی بودن. نستی بودن به فرانسوی و اینا نمیدونم چی میشه. اینجا نستی یعنی آدمای بیرگ، کسی که مثلا این ترامپ نستیه. شما ببینید الان امروز صبح یک عکسی رو برای من فرستادن، براتون اینجا نشون میدم، نوشت ترامپ بالاخره در کردستان هم ترامپ تاور درست کرد. میدونید که این عاشق اینه که بره یه جاهایی ساختمونای بلند درست کنه، اسمشو بذاره ترامپ تاور. تاور یعنی برج. و بعضی وقتا هم اصلا مال این نیست، فقط چون اسم کوفتیش حالا دیگه لایسنس داره پول میگیره. بله ترامپ کردستان، ببینید من براتون این عکس بیارم اینجا نشون بدم. این هم دیگه ترامپ کردستان، نگاه کنید، میگه در کردستان با جمجمه کردها برای خودش برج درست کرده، با افتخارم اون بالا اسمشو گذاشته روش، ترامپ کردستان. و این که این شالاتانه، این که آدم بدذاتیه، این که آدم دروغویی، که کسی شک نداره. ولی بدبختی اینجاست، آقای بهمن احمدیان دیروز برای من یه ویدیوی فرستاده، بعد تو اون نشسته، اولا عالی جناب و حضرت نمیدونم رئیس جمهور، نکنید آقا، نکنید، والا ایران خراب کردید. از بس به شاه بیچاره تو آقای لادن، تو همون مصاحبه‌ای که با اون خانم زینا تهرانی انجام میده به صراحت میگه، میگه اگه به من و شما هم صبح تا صبح یکی بیاد بگه من غلامتم، اون بگه من سگتم، اون دعوا کنه با اون که من سگ اولشم، اون بگه نه من اول غلامش بودم، بعد یه مدتی ما امر بهمون مشتبه میشه. آقای بهمن احمدیان شما هر چی دلت میخواد پول بده به ریپابلیکنا، حالا یا به اصطلاح تسهیلاتی برای کارت درست میشه یا امتیازاتی میدن، و الا کسی میگن گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. شما پولی رو که با زحمت در میارید اینجوری خرج این آدمای مفتخور نمی کنید، مگر اینکه یه سودی براتون داشته باشه. ولی تو رو به خدا، تو رو به حالا بگیم خدا، میگن آقا تو که گفتی ما خدا رو قبول نداریم. بابا حالا خدا رو هم قبول نداریم، بالاخره یه نظمی، یه ترتیبی، یه چیزی هست دیگه، شما خیلی مرتبه خشخاش نذار. آقا تو رو به جون هر کی دوست داری. من میدیدم که دختر ایشون کمک میکنه، همسر ایشون رو ملاقات کردم. تو رو به هر چیزی که برات مقدسه نکنید این کارا رو، چیزای غلط رو به خورد مردم ندید. آقای ترامپ یه کار درستی کرد. آقا چه کار درستی کرد؟ کسایی اینو که قول داده بود کردستان اینا رفته بودن 10,000 نفر آیسیس رو گرفتن زندانی، حالا اینا جون خودشون در خطری، کسی که جون خودش در خطری که دیگه به فکر زندانی نیست، زندانی هم در میرن. اون وقت این مردک شالاتان نابکار میاد میگه چیزی نبوده، این نزدیک به 100 نفر رفتن اونا رو هم گرفتن، تمام دستن در کارا، میگن آقا اصلا معلوم نیست اینا کجا هستن، این از کجا دروغ میگه گرفتن. بعد آقای بهمن احمدیان هم میاد میگه که به به با چه مهارتی این کاری کرد. آقا اونجا داره جنوساید میکنه، یعنی نسل کشی. میگه شما حالا برید مواظب نفت ها باشید، این فقط برای چیزی که مهمه نفته، ریسورس، منابع، برید مواظب باشید، برید چیز کنید. از اون ورم اون مردکه دیوانه اردوغان، من بهتون گفتم من 2 هفته‌ای ترکیه بودم، آدم دیوانه میشه، 5 دفعه در روز داد بیداد، از این ور خیابون، از اون ور خیابون. وقت شما تعریف میکنید از آقای اردوغان و تعریف میکنید از آقای ترامپ و اینها، باور کنید من به شما ارادت دارم، یه آدم هستی که دوست داشتنی هست، ولی خجالت آوره. آقای رضا سلامی، آقای بهمن احمدیان، خجالت آوره. الحمدلله بیننده به اون صورت ندارین. شما دیگه از من بدتر، 2-3-4 میان سلام عمو حالت چطوره خوبم فلان بیسار اینا، ولی این کاری که شما دارید میکنید
حالا ما گفتم بارها، من نه به کسی خائن میگم نه به کسی مزدور میگم، ولی واقعا شاید یه خیانت باشه در حق ایرانیانی که ممکنه شما رو قبول داشته باشن. آقا ترامپ شالاتان، دزد، کلاهبردار، نابکار، خائن به زن و بچه بوده و هست و خواهد بود. هیچ چیزی دیگه بالاتر از این و پایین‌تر از این نیست برای این مردک. وقت ایرانی ها متاسفانه ببین از اون مردک دیوانه آقای مانوک خدا بخشیان که دیگه مغزش خوش شده بود، حضرت عالی جناب ترامپ نمیدونم شیردل میگفت، تا آقای بهمن احمدیان، تا آقای رضا سلامی میگه برای من ترامپ مهم نیست، اجندا مهمه. اجندا دستور عمل یا دست برنامه، مثلا یه میتینگ که دارن میگن اجندا چیه، میگه اینه اینه اینه. آقا چه اجندایی شما از یک آدم شارلاتان میتونی انتظار داشته باشی؟ خب ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. و آقای مانی خورسندی، اگر شما درباره برنامه در تلویزیون مردم صحبت میکنین، ما بارها گفتیم نرخ ما از سال 2006 از روزی که دیگه تصمیم گرفتیم افرادی مثل دکتر مرتضی محیط که با چی میگن، با وقتا یه جوکی میگفتن میگو با فلان چیه فلان رفته عروسی اینها، با نردبان ما دزدی میکرد، از این اون پول میگرفت، دیگه حرف مفت نزنن و پولی بدن، یک قیمتی گذاشتیم. اون قیمت هم گفتیم ساعت 50 دلار برای برنامه زنده، ساعت 20 دلار برای برنامه‌ای که از قبل ضبط کردید. ولی اینم مثل همون دستور 20 فرمان، خیلی ها فکر میکنن 10 فرمانه، 10 فرمان نیست، بیشتره، ولی 10 فرمانش به اصطلاح بیشتر شرایطش با شرایط مردم جور میاد. نمیدونم دزدی نکنید، خیانت نکنید، فلان بیسار اینها، به همین خاطر اون 10 فرمان معروف شده. این قیمتا 10 فرمان نیست که روی سنگ نوشته شده باشه، ضمن این که 10 فرمانی هم که روی سنگ نوشته شده که کسی رعایت نمیکنه. ضمن خود شما قرار بود لطف کنید حمایت کنید، از ما پرسیدید چگونه و نمیدونم، گفتیم به همه طریقی شما میتونید حمایت کنید، از طریق وسترن یونیون، از طریق مانیگرام، از طریق فیسبوک، از طریق گوگل مانی، از طریق پیپال، از طریق مثل دوستان یه چکی لطف کنید بفرستید، از بانکتون یه مانی اوردری بگیرید پست کنید، و از همه طرقی که خدمتتون گفته. بله آها، میگه نه، منظورم از فقر و گرسنگی مردم است، مانند آنها که در قبرها میخوابند. خانم تننازی، من فکر نمی کنم اینجوری باشه که مردم از گرسنگی برن توی قبر برادر اون آقا رو در بیارن، گوشتشو ببرن بپزن بخورن. نیست اینجوری عزیز من. شما بگو به الف برمیداره میخوره، درخت و گیاه برمیداره میخوره، من قبول دارم. حالا یه سوالی از شما میکنم، شما یه ایرانی، شما تو خانوادتون چند تا گرسنه داری در ایران؟ آقای نگهبان، شما که ایران هستید به ما بگید که چند نفر گرسنه هست در خانواده ها؟ چون ما اینجا سوال کردیم، یه روزی آقای بهکان برنامه داشت، یه خانمی رفته بود ایران، اومده بود میگه وای 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 مادر چی بگم، همه دخترها فاحشه، همه پسرا نمیدونم دز و معتاد. آقای نگهبان، شما که دوست ما هستی ناراحت نمیشی، شما تو خانوادهتون چند تا دختر فاحشه هست؟ چند تا پسر معتاد هست؟ به چند تاشون کمک کردی که فاحشه‌گری نکنن؟ چند تا از اینا فاحشگی میکنن برای اینکه فقط به اصطلاح بیان خرجش مادر پدرشون بدن؟ آقا یه مقاله‌ای بود، یه فیلمی بود، گفت خیلی از اینا برای اینکه تلفن مد روز داشته باشن میره نمیدونم با یکی میخوابه. این که اینجام هست، این که اینجا بهش میگن شوگر ددی یا شوگر بیبی، اون میشه شوگر بیبی، اون میشه شوگر ددی. اون طرف دختر 18 ساله است، با افتخار می‌نویسه که من دانشجو هم 18 ساله هستم، تنبله نمیخواد کار کنه، به جایی که بره 10 ساعت کار کنه 100 دلار در بیاره، میگه 15 دقیقه 10 دقیقه پیرمرد باشه که 2 دقیقه میرم با این 100 دلار 200 دلار در میارم. آخه نکنید اینجوری.
ما گرسنه و نیازمند نداریم. من نمیدونم شما سوال از من میکنی، من نمیدونم. تو خانواده ما من ندیدم که به من بگن که آقا مثلا پسر عمود گرسنه بود، نمیدونم بچهش برداشت انداخت تو آبگوش درست کرد خورد. ما نداریم. نیومدن به ما بگن مثلا فلان دختر فامیل رفته فاحشه شده، پول بیاره بده به مادرش پدرش. شما دارید، شما به من بگو شما چرا زبل بازی در میاری، از اونوری سوال میکنی. من میگم اون چیزی که شما گفتید it was not nice، یعنی پسندیده نبود که کسی که داغ برادرش رو داره. تازه خود من 10 بار اون نوشته رو مزه مزه کردم که به یک همچین کسی بنویسم اینو یا ننویسم که آقا متاسفم که میان برادرتو میدوزن، متاسفم که حالا که برادرت از بین رفته به جای اینکه بغل خانوادت باشی به پدر مادرت دلداری بدی مجبوری سر قبر بشینی که جنازه‌شو ندوزن. ولی ما چه ملتی هستیم که از دوست از جانی انتظار داریم برامون چراغ بس کن؟ من اینو که خواستم بگم کلی با خودم کلنجار رفتم، کشتی گرفتم. شما یه دفعه می‌نیسی آقا برشته ببره گوشتشو بخوره، هست اینجا هست، این جفری دامر فکر کنم بود، چندین نفر رو، ده ها بیس ها بیس نفر اینا رو تیک تیکی کرده و گذاشته تو فریزه، بعدم میپخته میخورده، نپخته میخورده، هرچی همه جای دنیا هست. ولی ما به خاطر اینکه یه دشمنی داریم با این آخونده که حقمونم هست، یه چیزایی رو میگیم که از خودمون اگه سوال کنیم شرمنده میشیم. ما اون روز زنگ زدیم به آقای بهکام گفتیم این خانمی که به شما زنگ میزنه میگه 99%، اون موقع 60 میلیون بود جمعیت ایران، گفتیم این خانمی که میگه 99% ایرانی ها طرفدار رضا پهلوی هستن، این خانم تو این 4 هفته‌ای که رفته ایران با چند نفر بوده که تونسته 99% آمار بگیری؟ دوم، اگه این 99% طرفداران رضا پهلوی هستن، پس نتیجه این میشه که این دختر فاحشه، اون پسر نمیدونم معتاد، 99% اینا هستن. چرا رضا پهلوی نمیاد بگه احمق اگه تو طرفدار منی به جایی که عکس نعس منو بچسبونی اینجا اون 2 تومن رو برو بده به اون دختره، کاری هم به کارش نداشته باش. دروغ میگیم، ما دروغ میگیم، همینجوری علکی رو هوا حرف میزنیم. حالا ببینیم اگه آقای نگهبان دوست داشت یک به اصطلاح نمایی، یک شمه‌ای از ایران برای ما بگه، بعد بگه آقا مثلا من 4 تا فامیل درجه 1 دارم. خب من حالا اینجا هستم، اگه ایران بودم من 2 تا فامیل درجه 1 دارم، 2 تا داداشم هست، مادرم هست میشه حالا 3 نفر، پدرم فوت. خب نگاه میکنیم نه آقا تو این خانواده نه فاحشه داریم نه معتاد. خب بیان بگید دیگه، اگه دارید بگید دیگران کمکتون کنن. ما که بارها گفتیم اول از خانواده خودتون کمک کنید، به خانواده خود، خانوادهتون در رفاه هستن، خیلی هم خوب، حالا بگیم خدا رو شکر چی بگیم، خیلی هم خوب، ما این چشممون از اون چشمون خوشحالتر. به همسایت کمک کن، به هم کوچت کمک کن، به هم خیابونت کمک کن. اینجا شما نمیدونید چقدر به هم دیگه کمک میکنن. یه جایی رفته بودم، طرف گفت که ببخشید من اینجوری اومدم. گفتم چجوری اومدی؟ گفت کراوات نزدم و اینها. گفتم بله درست میگی، معمولا شما این کاری که انجام میدی باید کراوات بزنی، کت بپوشی اینا. گفت بذار برات یه داستانی تعریف کنم. یه روزی به ما گفتن این فردا که داری میای اینجا یه توری هست، میخوان ببرنشون لب رودخونه. خب اینجا معروفه، مثلا میبرن رودخونه شنندوها، میبرن واینری یا وینیارد فلان اقصادشو. خلاصه میگو به ما 3 بار 4 بار گفتن کت شلوار و کراوات، کراوات هم مشکی فلان اینا. بله خلاصه میگه وقتی رفتیم اونجا از در هتل یکی که آمدن 35 نفر 40 نفر که آمدن دیدیم شورت پاشونه و تیشرت یه زیرپیرنی برشونه و یک کیسه پلاستیک هم دستشونه. گفتیم اینا چیه؟ گفتن خب اینا میخوان برن کنار رودخونه رو تمیز کنن، همه هم دانشجو، همه هم کارمند، همه بلند مرتبه. ولی گفت من خیلی از خودم خجالت کشیدم که اینا اینجوری آمدن و من به قول ایرانی‌ها تیپ زدم رفتم اونجا. دوستان عزیز
اجازه بدید که بریم سراغ آقای امیر حسین لادن و با ایشون باشیم. قبل از هر چیز بذارید من تصویر ایشون رو بدم به این سیستممون تا تکلیف ما هم معلوم بشه. و بله اینجا بله با سلام به شما آقای لادن و با خوش آمدگویی خدمت شما. خوشحالم که بالاخره بعد از دو هفته موفق شدیم شما رو ببینیم. من به دوستان درباره اون مصاحبه جالبی که شما انجام دادید صحبت کردم و گفتم که اون هم روی فیسبوک میذارم تا مردم ببینن و ببینن که این دوستان شاه اللهی ما هنوز هم پس از 40 سال با وجودی که از شاه گرفته تا نزدیکانش گفتن که ما اشتباه کردیم، اینا نمیخوان قبول کنن، نمیخوان قبول کنن که هیچ، هر کسی هم مثل شما اون موقع میفهمیده، دانشی داشته و آمده گفته این کار اشتباهه، اینا سعی میکنن که اون رو به آخوندا و به اسلام و به مذهبیون بچسبونن. اگه دوست داشتین در اون مورد هم صحبت کنین. من ساکت میشم، مثل همیشه میکروفون رو در اختیار شما میذارم و میدونم، امیدوارم که از شما یاد بگیریم. دوستان عزیز، این شما و اینم آقای امیر حسین لادن. بفرمایید آقا، با شما هست. سپاس گزارم. درود بر شما، بر بینندگانتون، بر هم میهنانمون. بله، مثلا مخامید فراموش کردم اینو خاموش کنم. همینجور که اشاره کردین، در این مصاحبه متاسفانه مثل اینکه از گفته های من کاملا راضی نبودن و برنامه قطع شد و بعد باز دوباره قطع شد و گفتن که مشکل اینترنت بوده و شاید هم همینطور. ولی این پدیده وجود داره که ما اینجا بهش میگن پروجکشن یا فرافکنی، یعنی برامون مشکله که مسائل رو بپذیریم و خیلی آسون به تقصیر دیگران میندازیم، یعنی نمیتونیم مشکلات خودمون رو ببینیم و درک کنیم. همینطور که فکر کنم بینندگان به خاطر داشته باشن که خود شاه تا اون اواخر، تا زمانی که با هلیکوپتر پرواز نکرد و ندید که 2 میلیون نفر دارن فریاد مرگ بر شاه میزنن، اینطوری میگن که تا اون موقع نمیدونست که مردم ناراضی هستن. یعنی ما در این حد در دینایل، یعنی قرار کنیم از حقایق و پذیرفتن واقعیت ها. اشاره کردیم در این مورد که گفتگوی نکردیم در چه موردی میخواین صحبت کنیم، ولی من آماده هستم در هر موردی که دوست دارین. شما همیشه مقالایی که می نویسین، بعضی از این مقاله هم مال سالها پیش هست ولی باز درد به اصطلاح زمانه ما هست، اونا رو منتشر می کنید توی گویا یا مصاحبه‌ای که انجام می دید، در اون رابطه معمولا صحبت می کنیم. اگر دوست داشته باشید امروز هم باز همون روش رو داشته باشیم. ضمناً از دوستان می خوام که اگر سوالی دارن یا نظری دارن درباره گفته های شما یا احتمالاً اگر اون مصاحبه رو دیدن و در اون مورد نظری دارن روی فیسبوک بنویسن، من برای شما میخونم، شما پاسخ بدید. بفرمایید در همین رابطه با مقالات و این مصاحبه‌ای که انجام دادید صحبت. حتما. یک مقاله دیروز منتشر کردم که تیترش از اپوزیسیون، حکومت و مردم، و تیتر جنبیش از 3 مشکل 3 راه نجات. میتونیم یه گفتگوی در اون مورد داشته باشیم، ولی شما هر بخواستین و کسی پرسشی داشت بگین، منو متوقف کنین که در اون مورد صحبت کنیم. بسیار ممنون. من همین 3 مشکل 3 راه نجات رو هم اگه دوست داشته باشین بیشتر به قول اینا یا امفسایز کنید یا بیشتر روش صحبت کنید، ممنون میشم ازتون. بفرمایید. حتما. این اپوزیسیون، حکومت و مردم که من اینو میگم 3 مشکل 3 راه حل،
اینا اگه بهش نگاه کنیم، اولا این چیزی که این سه گروه رو به هم وصل میکنه یا اون چیزی که با هم دیگه مشترک دارن، اول فرهنگمونه، یعنی دید و برداشت و کردار و گفتارمون و رفتارمون با یکدیگره، به اون میگیم فرهنگ. دوم اون عشقیه که به زادگاهمون داریم، به میهنمون داریم. سوم اون احساسیه که به همدیگه داریم، یعنی با تمام مشکلات ما هنوز هم میهنمون دوست داریم، هم همدیگه رو دوست داریم. شما نگاه کنید که شما یک موسیقی که میشنوین، یک حرفی رو که میشنوین که در ربط داره به فرهنگمون، به تمام تار و پود وجودتون اثر میذاره. پس این چیزایی که ما رو به همدیگه وصل میکنه. و اما اولین این ستا بود اپوزیسیون یا مخالفان رژیم. باید اینو روشن کنیم که مخالفان رژیم یک گروه هم فکر و هم اندیش و همراه نیستن، و همون مشکلاتی که اولا که مشکلات جامعه رو یک نوع و یک جور نمیبینن، و بنابراین وقتی شما مشکل رو یه جور دیگه میبینی یک پاسخ دیگه براش داری. پس بنابراین اپوزیسیون یک گروه منسجم با هم نیست، و نباید فکر کرد که چی شده که در 40 سال نتونستن با هم باشن، و همون دلیلی که مردم با هم دیگه نمیتونن باشن، یعنی با هم متفاوت هستن و در درجات متفاوت و مختلف گرفتار اون مشکلات فرهنگیمون هم هستن. اگه خاطرتون باشه یه دفعه در مورد مشکلات فرهنگی گفتیم که هممون هم داریم، همه گرفتارش هستیم: خودمحوری، خودبزرگبینی، خودشیفتگی، و برای بعضیا جنون مطرح بودنه. پس بنابراین در چارچوب دید و برداشت، در چارچوب گرفتار این نوع کمبودها بودن، پاسخ‌ها و راه حل‌هامون هم با هم دیگه فرق داره، و بعض وقتا این پاسخ‌ها و راه حل‌ها میتونه نادرست و تقریبی باشه. میشه اینجوری نگاه کرد که پس اپوزیسیون یه نمونه ای از بقیه هممیهنانمونه با اندیشه و دید و برداشت‌های متفاوت. و اما چند نمونه ای از این اپوزیسیون رو نگاه کنیم، میتونیم با هم مقایسه کنیم. برای مثال در میان اپوزیسیون کسانی هستن که دنبال مطرح بودن و منافع شخصی هستن. خب اینا رو نمیشه گذاشت در کنار اپوزیسیونی که فقط و فقط دنبال اینه که تو مملکتمون عدالت اجتماعی داشته باشیم، برابری داشته باشیم، و حکومتی که افسارش دست مردمه، مشروعیتش از مردمه. اینا نمیتونن با همدیگه در یه دونه جا قرار بگیرن. کسانی داریم در میون اپوزیسیون که استقلال و تمامیت ارضی براشون یه وسیله ساخت و پاخته. خب اونا نمیتونن جای بین اپوزیسیون حقیقی داشته باشن. نمونه این اشخاص ما همین چند ماه گذشته اول توی کنفرانس ورشو دیدیم که رفته بودن دنبال اسرائیل و عربستان و آمریکا سینه می زدن و امیدوار بودن که اینا رو انتخاب کنن که بشن احمد شلبی ایران. نمونهش رو در گروه فرشگرد دیدیم، بعد در پروژه ققنوس دیدیم، و این آخریش هم که چند هفته پیش بود شورای مدیریت گذار. پس بنابراین ما تمام انواع اقسام این مسائل رو در کنار هم دیدیم. من اینجا از یک نوشته مصدق در خاطراتش استفاده کردم که 97 سال پیش توی مجلس شورای ملی میگه، که میخوام جمله خودش رو براتون بگم: ما باید خود را به آن درجه استقلال واقعی برسانیم که هیچ چیز جز مصلحت ایران و حفظ فرهنگ و تمدن خودمان محرک ما نباشد. خب ببینید، این وقتی کسی طرفداری میکنه از راه مصدق، منظور اینه، منظور استقلال اقتصادی و سیاسی میهنمونه. و ما داشتیم راجع به اپوزیسیون میگفتیم، و بالاخره کسانی هستن در میان اپوزیسیون
که فرق رهبر و رئیس رو نمیدونن. نمیدونم متوجه شدین که این گروه آخر شورای مدیریت از حالا همه رهبرا رو هم انتخاب کرده بودن، مثل اون گروه که رجوی ها توش از حالا رئیس جمهور هستن. این مسئله رو باید ما نگاه کنیم که رهبر فرقش با رئیس، فرقش با ارباب، با شاه، با امام، فرقش اینه که رهبر رو مردم انتخاب میکنن. حتی موقعی که مردم رأی نمیدن رهبر رو انتخاب میکنن. شما نگاه کنیم به این که اصلا این خود رهبر چجوری به وجود میاد. طوری که آغاز میشه یک شخصیت هایی یا یک گروه هایی میان ایده و دید و برنامه و راه خودشونو عرضه میکنن. اگر فقط و فقط به صورت راهنما، به صورت معلم عمل کنن، یعنی میخوان کمک کنن، راهنمایی کنن، ملت رو آگاه کنن، اگر این پذیرفته شد، این دید و برداشت، اینا میشن راهبر. هنوز معلمن ولی یه درجه رفتن بالاتر. حالا اگر این دید و راه و برنامه شونو مردم در انتخابات، در رأی گیری بپذیرن و بهش رأی بدن، بعد این راهبر، این راهنما، این معلم میشه رهبر. پس بنابراین با رهبر اینطوریه، رهبر به خودی خود نیست، رهبر خودش انتخاب نمیکنه، رهبر وابسته به بیگانه نیست، رهبر با چما خودشو به رهبری نمیرسونه، اونا رئیسن. و در اینجا میرسیم به، در این مقاله اشاره کردم به این که حقایق و واقعیت ها تعارف و رودرواسی بردار نیستن. دید و برداشت که متفاوت شد، پاسخ‌ها و راه و حل‌ها با هم دیگه متفاوت میشن. برای مثال هدف و برنامه یک گروه ملی‌گرا نمیتونه با یک گروه جدایی طلب یکی باشه. این دوتا نمیتونن با هم انسجام داشته باشن، همگام باشن. چرا؟ اولی دنبال حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی میهنه، دومی که گمراه یا وابسته است، میخواد درباره استقلال میهنش ساخت و پاخت کنه، دنبال زد و بنده. اینجا دومین گروهی که باز با هم دیگه نمیتونن همگام باشن، جمهوری خواه و سلطنت طلب. جمهوری خواه دنبال اینه که یک سیستمی تو مملکت باشه که مردم، از طرف مردم، به وسیله مردم و برای مردم باشه، مثل اون گفته ابراهام لینکلن. سلطنت طلب میخواد سلطنت رو دوباره سازی کنه. خب ما قرنها داشتیم و نتیجهش هم دیدیم. البته این دفعه سلطنت طلب ها دارن اینو با یک بسته‌بندی مدرن عرضه میکنن و اسمش رو گذاشتن سلطنت پارلمانی. آدم ها یادمون مسئله عامیانه میندازه که میگفت خر همون خر پارونه شبز شده، میبخشید. و ما میرسیم به اسلامگرا و لائیک. اینم بد نیست بهش نگاهی بکنیم. من فکر کنم اولا که اسلامگرا و لائیک آبشون توی جوب نمیره، دوم این که پس از 40 سال جمهوری اسلامی فکر کنم هممیهنانمون نیاز نداشته باشن که توضیحی بدیم در مورد اسلامگرا. پس یه نگاه بکنیم به لائیک. ببینیم این لائیک لغت فارسیش هست دین جداگرا، یعنی دنبال این هستن که دین باید کامل از همه چی جدا باشه. و فکر کنم اگه لائیکو با سکولار با همدیگه یه مقایسه کوتاهی بکنیم یه خود روشن‌تر میشه. سکولار یعنی چیزهای مشترک دارن ولی با هم تفاوت دارن. سکولار دنبال اینه که اینجا نوشته بودم جدا کردن مذهب از سیاست. خب این لائیک هم اینو میپذیره و قبول داره، ولی تفاوتش اینه که وقتی شما سکولاری
هنوز در بازه یا یکی دوتا پنجره بازه که مذهب گراها اسلام گراها بتونن توش بیان از اون تو بیان تو بیان دخالت کنن. در لائیک یک چیزیه که قانونمندی به وجود میاره که تحت هیچ شرایطی نه تنها مذهب نمیتونه دخالت کنه، باید جدا باشه. حتی اون کسانی رو که بهشون میگن روحانیت، اونا حق شرکت در دولت و حکومت ندارن. از نظر قانونی اینها زندگیشون جداست، ولی در حکومت لایک مذهب یه چیز خصوصیه. مردم خودشون کاملا آزادن هر باوری داشته باشن یا نداشته باشن، به ربطی به کشور من مملکت نداره. و فکر کنم اینو یه بار توی که برنامه ها خدمتون گفتم که 155 سال پیش در میهنمون کسانی بودن که در این مورد نوشتن و حرف زدن، و یکیشون بود میرزا طالبوف تبریزی، و ایشون نوشته ای داره که میفرسته به مشیر دوله میرزا حسین خان سپهسالار و میگه که حالا که شما قراره بشین وزیر دادگستری، اون موقع میگفتن عدلیه، شما بیاین دست این روحانیت رو از قوانین کشور جدا کنیم، اینا برن دنبال کارهای دنیوی و آخرتی، نمیدونم دفن و کفن و غیره. و یعنی تو میهنمونم این مسئله لایک در یه زمانی بر خودش وجود داشته. چیز دیگری که اشاره کردم توی این مقاله این پدیده همه با همه. این پدیده همه با هم در بهترین وجهش خودفریبیه، یعنی اگر عوام فریبی نمی کنیم داریم خودمون رو گول میزنیم. در این که نه تنها راه نجات نیست، بلکه یه تلاش بیهوده و میرسه به بنبست. و در ضمنی که اتحاد و اتفاق خب به نظر یه چیز درست و منطقی میاد، ولی وقتی شما میایین همه گروه ها و اشخاص رو دور هم جمع میکنین میشه سیستم شتر گاو پلنگ. اینا نمیتونن با هم دیگه زیر یه چتر باشن، بنابراین میخورن به انشعاب و تیکه پاره شدن. چیز بعدی، قسمت بعدی این تیتر، این اول تا حالا داشتیم راجع به اپوزیسیون میگفتیم، قسمت بعدیش از حکومت، که حکومت با در دست داشتن تمام کنترل تمام ابزارهای قدرت و ثروت میخواد اینو برای همیشه برای خودش حفظ کنه و میاد از این استفاده میکنه. اولا که یه عده رو میخره، یه عده رو با منصب و شغل و پول و آوانس در کنار خودش نگر میداره، و اون کسانی که نمیشه خرید نه و حاضرن با اینا همکاری کنن، اونا رو با ضرب و شتم و زندان و تبعید حتی کشتن خونسا میکنه. و اما نگاه کنیم به این که میهنمون در ردیف کشورهای ثروتمند جهانه، توانایی داره که تمام فرزنداشو به نحو احسن ازشون نگهداری کنه، ولی پس چرا این ملت در فقر و درماندگی غوطه بره؟ پاسخش در حکومت‌های مذهبی، دیکتاتوری و خداسالاره، خودکامه. اگر نه ایران این توانایی رو داره. و ما میرسیم به بخش سوم، مردم. من بر این باورم که برای اولین بار یک تغییر و تحولی در میون مردممون به وجود اومده. وقتی میگم مردم منظورم همه مردم نیست، ولی بخش قابل توجهی از هممیهنانمون بیدار شدن و از آگاهی نسبی برخوردارن. این خیلی مهمه، برای اینکه این یه خورده روشن بشه که چرا مهمه، میخوام یکی دو تا چیز تاریخی رو، مسئله تاریخی رو با همدیگه مرور کنیم.
که میهنمون طی فرض کنین 200 سال گذشته چگونه بوده، چه اشکالاتی بوده، برای مثال فساد گسترده، رشوه، حق و حساب، نقش بی امان منافع شخصی در تمام امور زندگی. من همون گفتم میخوام دوتا ماجرا رو برای بینندگان بگم. یکیش ماله در حدود 1.5 قرن پیش، 150 سال پیشه، که رابرت گرانت یک تاریخ دوران قاجار رو می نویسه و یه جمله‌ای که در اینجا داره میتونه نشون بده که ما چجوری بودیم، چجوری زندگی میکردیم. میگه اصل اساسی قانونی ایران نمایانگر آن است که شاه یعنی کشور، همه افراد برای خاطر سلطان زنده است. در ایران، نوشته ایشونه، تقریبا همه چیز بسته به پول است، حتی تمام مقامات و منصبهای کشور به وسیله پول خریداری میشه. میگه در ایران عدالت را باید خرید، نباید به عنوان اینکه حقی است خواستار آن شد. مطلق بودن سلطان، همه چیز بودن پول، حتی ارجع بودن پول به حقوق انسانی و عدالت اجتماعی الگوی زندگی مردم ایران بوده. و کسانی که علاقمندن این موضوع رو دنبال کنن، این در کتاب تاریخ ایران در دوران قاجار نوشته رابرت گرانت واتسون هست. داستان دوممون ماله شیل، یک نظامی انگلیسی بوده که وزیر مختار انگلیس بوده در ایران در دوران ناصرالدین شاه. اینم یه جمله داره، این یه گزارشی می نویسه این وزیر مختار از تهران به انگلیس، به وزیر، به وزارت امور خارجه انگلیس. در این نوشته دولت و ملت ایران به طور انفرادی و دست جمعی عموماً در زمره بی ایمان ترین مردم جهان هم. در میان ایرانیان نفع آنی و شخصی حاکم بر هر چیزیست. نفع منظورش منافع، منفعته. یعنی میگه ایرانی ها منفع شخصی همه چیزه براش. و این در کتاب امیر کبیر و ایران نوشته فریدون آدمیت. خب ببینیم در این شرایطی که ما زندگی میکردیم، یعنی همه دنبال این بودن که به قول خودمون گلیمشون رو از آب بکشن، یه اشخاصی هم میان، یه اشخاصی پا میذارن به میدون مبارزه که باعث شدن یک تغییر و تحولاتی در میهنمون به وجود بیاد. نگاه کنین به قائم مقام امیر کبیر میرزا حسین خان سپهسالار، نوشته ها و گفته ها و اصلاحات این اشخاص، یعنی اندیشه شون، طرز فکرشون، گام هایی که برداشتن انقدر اثر بخش بوده روی عده‌ای که اونا شدن نسل بعدی که این اندیشه و این اصلاحات رو ببرن جلو، یه گام بزرگترش بکنن. یعنی این گروه بعدی میان جلسات پنهانی شبانه دارن در مورد ایران و مسائل ایران با همدیگه مشورت و گفتگو میکنن و حتی برای این که بتونن اینو ببرن تو جامعه شبنامه مینویسن و اینو به طور مخفی تو شهرها توضیح میکنن که مردم بیدار بشن. میبینیم که تو این جلسات بعضی از گفته هاشون جالبه. یکی از این آزادی خواهان تو این جلسات پنهانی میگه که باید مردم عالم شوند. منظورش اینه که آگاه بشن، مطلع بشن. یکی دیگه میگه باید مردم بدونن که صاحبان اصلی این آب و خاک هستن. یکی دیگه میگه اگه مردم به حقوق انسانی و قانونی خودشون واقف بشن،
تن به ظلمت و ظلم نمیدن. این چند تا نوشته مال کتاب تاریخ بیداری ایرانیانه، اگه کسی علاقمنده اون رو ببینه نگاه کنه. و اما این اشخاصی که الان دربارشون داریم گفتگو میکنیم، اینا شدن پدران انقلاب مشروطه. پس میبینیم که از قائم مقام 200 سال پیش میاد جلو تا امیر کبیر، میره میرسه به سپه سالار، بعد میرسه به این گروه بعدی که از این دیدها و برداشتها و اصلاحات استفاده کرده شده، شدن پدران انقلاب مشروطه. خب پس بنابراین میبینیم که این یک سیستمه، این پروسه است، این آموزش، آموختن، بیدار شدن، آگاه شدن، همینجوری آروم آروم از اون بالا اومده و رسیده به حالا. خب ولی جالب اینجاست که ببینید چه اتفاقایی که ما خودمون میتونیم بهش بیشتر ارتباط داشته باشیم. مردم ایران با انقلاب 57 فهمیدن که فقط سرنگونی کافی نیست، بدون یک برنامه، بدون جایگزینی نه تنها مسئله حل نمیشه، ما میتونیم از چاله بیفتیم به چاه. و یه چیز دیگه هم اومدیم یاد گرفتیم و اون این که با تعویض مخره ها مسئله حل نمیشه. شما شاه ورداری جاش بذاری امام، هیچ چیز رو حل نمی کنه، حتی میتونه خیلی بدتر بشه. پس بنابراین همینطوری آروم داریم از گذشته میاموزیم و میریم جلو. امیدوارم که داریم میاموزیم و میریم جلو. شما نگاه کنید که مردم با رأی دادن به جمهوری اسلامی آری یا نه آموختن که نباید افسارتو بدی دست دیگران و در این مورد بدی به دست ملاها و تو بشی امت و زندگی گوسفندی داشته باشی. بعد از اعتراضات 88 که انتخاب تقلب در انتخابات زمان احمدی نژاد، مردم باز آموختن، دیدن که اون پیشنهاداتی رو که 150 سال پیش پدران انقلاب مشروطه کردن که گفتن باید عالم بشین، باید حق و حقوق خودتون رو بدونین، واقعیت داشته. و این باز دوباره باعث شده که مردم آگاه‌تر بشن و به مسائل واقف‌تر باشن، یعنی حقایق رو بدونن. و اما اینی که ما مردممون بیدارتر و آگاه‌تر شدن، یه بُعد جهانی هم داره. اون بُعد جهانیش چیه که اینا رو به بیداریشون و آگاهیشون کمک کرده؟ وجود شبکه‌های اجتماعی و اینترنت. یعنی مردم در آن واحد با همه جای دنیا در ارتباطن، از حال، نه تنها از حال همدیگه خبر دارن، از حال دیگران خبر دارن. و این باز دوباره کمک میکنه به این که چجوری آدم آگاهتر و بیدارتر بشه. و یه چیز جالبیه که من تازگی دیدم، فکر کنم برای بینندگانتون هم جالب باشه، اینه که زمانی که کارت میرسه به استخون، مردم آمادن که همه چی رو به هم بپاشن. شما نگاه کنید این 3-4 تا مثال به نظر من خیلی قشنگه. در شیلی افزایش قیمت ترن مردم رو ریخت و خیابون. در لبنان مالیات روی واتساپ، این برنامه که جوان‌ها به کار میبرن، لبنانی‌ها رو ریخت تو خیابونا. در عربستان سعودی کاری که دولت میخواست بکنه در مورد قلیون کشیدن، قلیان، مردم اومدن تو خیابون. در هندوستان پیاز. خب شما نگاه میکنی میبینی که خب اینایی که من گفتم هیچ کدومش کافی نیست که شما به خاطرش انقلاب کنی، ولی چون کارت رسیده به استخون، یه چیز کوچولو باعث میشه که اون حالت انفجار به وجود بیاد و میلیون ها تن بریزن تو خیابونا. اینجا میگن دیگه، میگن اون آخرین نی که شما رو پشت شتر میذاری کمرش رو میشکنه. درباره هنگ کنگ امروز شنیدم که مثل که دولت کوتاه آمده و اون لایحه رو پس گرفته، یعنی میشه گفت مردم هنگ کنگ 7 میلیون 6 میلیون هرچی هستن پیروز شدن بعد از 5-6 ماه
هر یک شنبه و شنبه اومدم بیرون و شما چند تا نکته رو گفتید خیلی جالبه. اولا اجازه بدین تشکر کنم از آقای زمانیان از ایران، از شما تشکر کردن و نوشتن زنده باد امیر حسین لادن مرد شریف، و دوستانی هم مثل خانم ملیحه همیان یا حامیان که ویدیوی شما رو شیر کردن، آقای مانی خورسندی و دوستان دیگه. شما گفتید که جمهوری خواه با سلطنت طلب نمیتونه توی یک جبهه، حالا جبهه هم نگیم، یک مسیر باشه. پس اونایی که میگن ما بیایم تا اونجایی که وجه مشترک داریم، حتی مثال اتوبوس رو میزنن که فعلا سواریم، یکیمون ممکنه اصفهان پیاده شیم، یکیمون تهران پیاده شیم، ولی فعلا این اتوبوس در جهتی میره که ما هم میتونیم سوار بشیم. نظر شما در اون مورد چیه؟ بعد اون مسابقه که شما انجام دادید، باور کنید منو یاد جورج بوش انداخت که میگفت شما یا با ما هستید یا بر ما هستید. و اون خانم اتفاقا خواستم کلمه زیرکی رو استفاده کنم، دیدم اینا زیرک نیستن، با یک چیز به خصوصی میخواست هی شما رو با چسب بچسبونه به آخوندا و حتی شما رو یه جوری محاکمه کنه که این انقلاب جمهوری اسلامی اصلا پایه و اساس و شروعش افرادی مثل شماها بودن. حتی وقتی شما میگید من اصلا جزء کنفدراسیون نبودم، که تازه حالا خود کنفدراسیون هم خب حق مسلمشون بود که باشن و اینها، یه مقداری در این مورد صحبت کنید. و اینکه چرا به نظر شما سلطنت طلب، حالا چه سلطنت طلب پارلمانی باشه چه سلطنت طلب شاه اللهی باشه، چرا نمیتونه با جمهوری خواه و لایک و اینها به اصطلاح همراه بشن، بعد به اصطلاح مسیرشون رو جدا کنن؟ حتما. ببینین به نظر من پرسشتون بسیار بسیار درست و بجاست و واقعا بعد در موردش فکر کرد و گفتگو کرد تا بتونیم برای خودمون روشن کنیم. من علتی که گفتم این همه با هم در بهترین وجهش خودفریبیه، یعنی حقیقت اینه که عوام فریبیه، ولی دیگه بهترین نوعش اینه که ما داریم سر خودمون رو کلا میذاریم. و اون مثال اتوبوس هم اتفاقا مثال نادرستیه، برای اینکه وقتی شما دارین راجع به این صحبت میکنین که بریم یک سیستمی رو در یک کشوری به وجود بیاریم، یعنی مقصد دیگه متفاوت نیست، اصفهان و شیراز نیست که با هم دیگه تا اونجا میریم بعد من پیاده میشم بعد شما میرید، اینطوری نیست. ما هممون داریم میریم به یه مقصد. خب وقتی که دو تا گروه یا دو تا شخص با دو تا دید متفاوت با دو تا برنامه مختلف برسن به مقصد، فقط سر خودشونو کلا گذاشتن. ما بین جایی که شروع کردن تا مقصد با هم بودن، حالا تو مقصد که میرسن یقه هم دیگر میگیرن. من میگم ما میخوام یقه هم دیگر اول بگیریم، یعنی همون داستان دعوای اول بهتر از صلح آخره. علت این که به نتیجه نمیرسه و من میگم بی ثمره همینه، یعنی نمیشه اینو جور دیگه گفت بهش. نمیشه گفت ما یکی اون میره اصفهان یکی اون میره شیراز، اینطوری نیست. داریم هر دومون میریم به یک مقصد و اونجا که رسیدیم دو تا دید مختلف داریم. حالا یک چیزی رو من به هیچ عنوان باهاش هیچ مشکلی ندارم و مخالفتی ندارم، با اون اینه که سلطنت طلب ها، نمیدونم حالا بعضی دوستم ندارم بهشون بگی سلطنت طلب، اسمش رو میتونیم بذاریم سلطنت پارلمانی خواه ها، مشروط خواه ها، کسانی که طرفدار اون سیستم هستن، اگه اونا خودشون با هم جبهه‌ای به وجود بیارن و فعالیت بکنن، جمهوری خواه هم جبهه خودشون رو به وجود بیارن و فعالیت کنن و گروه های دیگه، بعد اگه اینا بریم به ایران در یک زمانی که یک دولت گذار به وجود اومده، اون دولت گذار مثل یک پله، میخواد ما رو از سیستم ملاها ببره به یه سیستم مردمی، از یه سیستم خدا سالار ببره به یه سیستم مردم سالار. خب در این مدت دولت گذار تمام این گروه ها با
دیدها و برنامه های متفاوت میتونن تا اونجایی که دلشون میخواد تبلیغات بکنن، فعالیت بکنن و به مردم بگن که دنبال چی هستن، چه نوع حکومتی، چه نوع قوانینی و چه جوری میخوان آینده ایران رو بسازن. فرض کنین 2 سال دولت موقت گذار سر کاره و وظیفه اون دولت فقط و فقط غیر از حفظ مرزهای کشور، امنیت و اداره امور، وظیفش اینه که درا رو باز بذاره برای این گروه ها که بتونن حرفاشون و مقاصدشون و دیدشون رو به مردم ارائه کنن. بعد حالا مردمی که 2 سال به این گفته ها و نوشته ها و صحبت ها آشنا شدن، آگاهانه میتونن انتخاب کنن. خب هر کسی که، هر گروهی که رأی بیشتری آورد در یک چارچوب ضوابطی، مثلا فرض کنید یک گروه بیشتر از 50% رأی آورده، اون گروه میشه دولت بعدی ایران. گروه های دیگه میشن اپوزیسیون در داخل کشور، ولی میگیم اپوزیسیون یعنی میتونن حزب داشته باشن، میتونن نشریه داشته باشن، ولی نه اینکه جنگ و جدال، نه خونریزی، نه خشونت. من با اون اصلا مشکلی ندارم، چون این وظیفه من نیستش که آینده ایران و سیستم آینده رو از حالا تعیین کنم و من چنین حقی ندارم، اونو مردم تعیین میکنن. ولی عوام فریبی رو باید گذاشت کنار، دروغ رو باید گذاشت کنار. حتی اگر گفتم این اگه بخوایم بریم دنبال اون، یعنی داریم خودمون رو گور میزنیم. نمیدونم پاسخو دادم یا نه. بله خیلی ممنون آقای لادن. شما راجع به این که دولت و انتخابات و بیشتر از 50% و اینها، الان مثل که دولت اسرائیل با یه مشکل بزرگی روبرو است که از هر طرف این آقای نتانیاهو میره که بتونه یک کابینه تشکیل بده، نتونسته و نمیتونه. نظر شما چیه؟ از اون برم این ماجرای ترامپ اینجا، حالا دیگه دیروز میگفت میخواد دیوار بسازه در کلرادو، که اصلا ملت میگفتن این مثل که اسم ایالت ها و اینها رو هم بلد نیست، اصلا جاشون هم نمیدونه کجاست و واقعا نگران کننده است. یه مقداری حالا ایران و شرایط مخصوص خودش رو رها کنیم و بیایم آمریکا و اسرائیل رو نگاه کنیم. مثل دنیا مشکل داره. انگلستان هم که آقای بوریس جانسون گفت، آمد قول داد که من سر موقع این برگزیت رو انجام میدم، الان میخواد باز به اصطلاح مهلت بگیره. نظر شما در باره کل این موضوعات و میشه گفت جهان چیه؟ حتما ببینید، اسرائیل یکی از بزرگترین شانسایی که داره که تونسته مردم رو با هم نگه داره اینه که مرتب برای خودش این دشمن خارجی رو علم کرده. این مسئله فلسطین و لبنان و حزب الله و هم ایران و اینا، لولوهایی که به وجود آورده کمک میکنه که یک انسجامی در درون کشورش باشه، وگرنه اسرائیل به شدت پراکندگی وجود داره درش و 37 تا اگه درست یادم باشه 37 تا گروه و حزب سیاسی داره. و خب وقتی که در اون حد پراکندگی وجود داره، تشکیل دولت آسون نیست. یعنی در کنست، در مجلس اگه درست یادم باشه 70 تا کرسی هست و شما باید بتونی اکثریت داشته باشی تا بتونی حکومت رو به وجود بیاری. و مشکل نتانیاهو اینه که نتونست اون اکثریت رو به وجود بیاره، حتی با دادن آوانس به فاشیست های دست راستی و یک بعدی های مذهبی، بنیادگراهای مذهبی. با تمام این تفاصیل نتونست اون حکومت و اون دولت رو به وجود بیاره که الان حزب سفید آبی داره این تلاش رو میکنه. اون جنرالی که قبلا فرمانده، یه موقعی رئیس ضد اطلاعات بود و بعدن شد فرمانده ارتش، الان ایشون داره تلاش میکنه. ولی علتش اینه که
پراکندگی اندیشه زیاده، تعداد احزاب و چیزهای متفاوت خیلی زیاده و مسئله رو مشکل میکنه. راجب نادانی و بیشعوری ترامپ، اگه برگردیم به قبل از انتخابات، به نحوه گفتهاش، به چیزهایی که گفت، میبینیم که یک ترمینولوژی اینجا هست، یه واژه هست تو آمریکا بهش میگن شاک جاک، کسانی که با گفتارشون میخوان دیگرانو یهویی تکون بدن، شاک یعنی شوکه کنن. یادتون باشه این در اون زمانی که داشت از یه اتوبوسی پیاده میشد با یک جوانی صحبت میکرد، یک چیزی رو گفتش که واقعا پس از اقرار، چنین اقدار اقراری، ملت آمریکا نمیبایستی اصلا به این رأی میدادن. اون چیزی نیست که آدم بخواد در تلویزیون تکرار کنه. و راجبی صحبت یادتون هست؟ بله، با آقای بیلی بوش بود و در رابطه با اون هالیوود و اینها میگفت که به اصطلاح میگفت وقتی که قدرت داشته باشی میتونی هر زنی رو میخوای ببوسی و هر جاشون رو میخوای بگیری، که دیگه همه گفتن ترامپ تموم شد، ولی اون بیچاره‌ای که باهاش بود گوش میداد اون شغلش از دست داد و ترامپ آمد. زمین یکی از دوستان نوشتن که کنسه 120 تا سیت یا صندلی یا کرسی داره. بفرم ایشون. و اما دقیق نگاه کنین، وقتی اومد از توی اون ساختمونش با اون چیز اومد پایین با اسکلیتر، اون پله های برقی اومد پایین که صحبت کنه، دیدین که باز دوباره همون سیستم رو به کار برد، همون مسائل شوکه کننده. راجب مهاجرها صحبت کرد، راجب مکزیکیا که آدمکش و آدمخور و تجاوزگر و نمیدونم مواد مخدر میارن و از این، یعنی داشت همه هممقامش این بود که با اون نوع گفتارها بتونه برای خودش هم یک جایی به وجود بیاره و متاسفانه موفق هم شد. و الان هم همه کاراش روی نادانیه. شما نگاه کنین که به همش دروغ میگه. نگاه کنین به سوریه، در این مدت تنها چیزی که از توش در اومده کشتار و نابودی و بی‌اعتباری آمریکا، از دست دادن کنترل و عمدی، یعنی ایشون بدون برو برگرد نوکر و نوچه پوتینه، ایشون کنترلش در دست پوتینه و پوتین به تمام خواسته هاش داره یکی به یکی میرسه. حالا غیر از اون گرفتن اون منطقه خودش، الان اومده قشنگ توی سوریه همه چیزا در دستشه و داره بدبستون میکنه پوتین با ترکیه. و باز هم ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، و باز هم به نفع آخونده که نشون میده در پایان ترامپ هم آخوندهی بیش نیست. اجازه بدید باز آقای زمانیان لطف کردن نوشتن آقای سوربی، آقای لادن این همه با شخصیت و روح الله زم این همه بیادب و حرفای زشت. من اصلا تعجب میکنم که اسم شما و اسم روح الله زم رو چرا تو یک جمله باید بیارن، چون اون یک آخوندزاده نفوذی مزدوری بیش نبود که یه مدتی آمد و رادیو تلویزیون ها رو به اصطلاح سر کار گذاشت. و کی رادیو تلویزیون ها میخوان یاد بگیرن متاسفانه من نمیدونم. و دیدم آقای فلاحتی خیلی جالب روزی که موضوع برنامه روح الله زم بود فقط 3 ثانیه صحبت کرد و گفت این هم یکی از پروژه های آخونده بوده و هرچی کمتر راجع بهش صحبت کنیم به اصطلاح بهتره. من از شما ممنونم، ساکت میشم بازم اگه شما صحبتی دارید بفرمایید. و از دوستانم ممنون هستم، مخصوصا اونایی که ویدیوی شما رو با دیگران شیر میکن. بفرمایید. سپاسگزارم. منم از این همیهنانمون سپاسگزارم و براشون آرزوی پیروزی دارم. فقط شما اشاره کردین به کنفدراسیون، بعد نیست که چیز کوچیکی درباره اونا گفته بشه. من از پیدایشش باشون آشنایی داشتم تا زمانی که برای انقلاب در ایران بودیم و
جوانهای فعال با دیدهای متفاوت پراکنده بودن، برای اینکه اندیشه ها پراکنده بود و من فکر کنم چیز نرمالیه. 40 سال خب الان اپوزیسیون داره میجنگه و پراکنده است، اونم چیز غیر اونی نبود. و پس من شخصا نرفتم تو به خاطر این پراکندگی و من یک نشریه به وجود آوردم 51 سال پیش در آمریکا به نام مدافعان آزادی، یک نشریه سیاسی دانشجویی بود و 7 ماه هم منتشر شد و دیگه چون تنها بودیم و پولی هم نداشتیم کنار گذاشته شد، ولی خود اون سازمان باقی موند. حتی من اون سازمانو چند بار در کشورهای مختلف راه انداختم و جنبش کار کردیم. یکی از اون زمانها در ایران بود، در زمانی که شاه حزب رستاخیز به وجود آورد. بسیار ممنونم. همین ترامپ شالاتان یکی ازش پرسیده بود که چگونه است که توی آمریکا وضع کار خوبه ولی در فرانسه، طرف فرانسوی بوده، ولی در فرانسه وضع کار بده. این دیوانه جواب داده بود که خب آمریکایی‌ها رئیس جمهور بهتری دارن. یعنی اصلا واقعا نمیشه آدم چون اینو خانم تنازی الان نوشته، من یادم افتاد، ایشون نوشتن که پوتین از سن جوانی در سیاست تربیت شده، با ترامپ نمیشه برابری داد. و بله، این ترامپ یک مثلا مقوله عجیب و غریبی بود که آمریکایی‌ها ببخشید دارن جریمه همون به قول شما کمدانی و نادانی و بیسوادیشون رو میدن. حالا تا کی این جریمه ادامه پیدا کنه دیگه باید صبر کرد و دید. بازم از شما ممنونم، امیدوارم در هفته آینده باز با شما باشیم. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه ازتون خداحافظی کنیم. به امید دیدار. ویکند خوبی داشته باشین شما و همه هنانمون آخر هفته. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم، وبسایتشون رو دیدید، نوشتم در زیر صفحه اندیشکده بدون h در آخر .net و صفحه فیسبوکشون رو هم الان شاهد هستید. ممنونم از ایشون. شما دوستان هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و نظراتتون رو با دیگران در میان بگذارید. امروز جمعه است، 25 اکتبر سال 2019 میلادی و برابر است با 3 آبان ماه 1398. در این 12 دقیقه‌ای که وقت داریم چند تا ایمیل و چند تا نوشته رو میخونم. یکی از اونها آقای آرمان مجیدی فرستادن، نوشتن که فایل های صوتی روح الله زم در مورد اپوزیسیون با فردی مشکوک به نام امین فردین به اصطلاح پخش شد و زم گفته که اگر به من پول بدن به رضا پهلوی هم فوش میدم. این بابا امین فردین هست که گفتگوهاشو در مورد اپوزیسیون با روح الله زم ضبط کرده. زم گفته این. بعد این جالبه که نوشتن که فایل های فوق العاده محرمانه. این ماجرای محرمانه و فوق‌العاده محرمانه هم دیگه معنی و مفهوم خودش از دست داده، اصلا خنده‌دار شده. کسی که میومد اینجوری صحبت میکرد، فردا اون یکی از ایران ویدیوهاشو میذاشت. و گفتم این وسط افرادی مثل بیژن فرهودی اون کردیت و اعتبار کاری خودشون رو از دست دادن. البته اونها هم نشون دادن که پول براشون مهمتر از این بود و وقتی که بهشون پول بدی اصلا گور پدر 30 سال سابقه کار، البته اونم سابقه کار در رسانه به نام وایس آف امریکا که پروپاگاندا و بلنگوی دولت آمریکا بوده و هست و خواهد بود، انتظاری هم بیش از این نباید داشته باشین. خودشون پول میدن و خودشون هم به اصطلاح به مردم دنیا دروغ میگن و یا خبرایی رو که میخوان میفرستن. حالا در رابطه با ترامپ بهتون گفتم که آمده و گفته حالا برای کلرادو دیوار میکشیم و همه دیشب میگفتن ما اصلا نمیدونیم منظورش چی هست. اینجا داره فریاد میزنه، میگه که ما چی میسازیم؟ اون جمعیت نادانی که اونجا هستن میگن دیوار. میگه کجا کی میخواد براش کی میخواد پول بده؟ اون وقت میگفتن مکزیکو، حالا نوشته نیو مکزیکو. و میگن اگه اینجوری باشه خب باید کلرادو به اصطلاح
دیوار بسازن. و دیدید اون ماجرای نیو مکزیکو و تمام چیزایی که گفت یکی پس از دیگری دروغ بود. و خیلی جالبه، مثلا یه نفر مثل آقای رضا سلامی میگه این هر قولی داده انجام داده. میگم آقا چه قولی داده؟ این جاب و اینها هم خود این میگفت بیکاری 40% که دروغ بود. بعد حالا میاد بر اساس آمار همون دستگاهایی که دولت اوباما بود میگه بیکاری 3.5%. خب اگر اینو حساب کنید که دوره اوباما 4-5% بود، بعدم برنامه‌ای که اونا گذاشته بودن، اون کاری که اوباما کرد که بانک ورشکست نکنه و اینها، باعث شده این ادامه پیدا کنه. ولی متاسفانه گوش شنوایی نیست و گفتم بهتون باز صبر کنیم ببینیم چه خواهد شد. جا دارد از آقای مسعود رجوی و مریم رجوی سوال شود که اگر سران رژیم شاه به دلیل زندان شکنجه کردن و به قتل رساندن مبارزین و این دوستانی هستن که از سازمان مجاهدین جدا شدن، بعد از 20 سال بعد از 30 سال جوانی بودن با آرمان‌های خوب و آزادی و دموکراسی رفتن، بعد حالا افراد سالمندی هستن که با بیماری‌های مزمن و مرض‌های ناعلاج جدا شدن و باز هم سازمان مجاهدین دست بردار نیست و اینها رو مورد اذیت و آزار و تهدید و به اصطلاح توهین و اینها قرار میده. و آقای داوود ارشدی اگه اشتباه نکنم، بذارید اسمشون رو ببینم درست بگم، که بله نوشتن که جا دارد از آقای مسعود رجوی مریم رجوی سوال شود که اگر سران رژیم شاه به دلیل زندان و شکنجه کردن و به قتل رساندن مبارزین و مخالفین مستوجب اعدام دانسته و تا این میزان به خمینی فشار آورده اصرار و تاکید به اعدام کرده اید، آیا این حکم در مورد همه کسانی که صادق است؟ جمله رو دوستان درست نمی‌نویسن. از جمله خود شما و خانم مریم رجایی و همه شکنجگران دستگاه شما در سازمان مجاهدین، مانند محمد سادات در بندی که اسم مستعار عادل، مهدی ابریشمچی، آقای ناشریف، مخالفینشان را زندان شکنجه و به قتل رساندند. بله در داخل خود سازمان مجاهدین متاسفانه این اتفاق افتاده و ما چندین برنامه داشتیم، حتما کانون آوا و ویدیوهاشون رو نگاه کنید و امیدوارم این دوستان باز به زودی بتونن در سری برنامه هایی با شما باشن تا خاطرات و تجربیات سالهای جوانی خودشون رو با شما دوستان سهیم بشن و در میان بگذارن. و اما بذارید یکی دو تا نوشته دیگه بخونیم در این 7 دقیقه‌ای که وقت هست. نوشتن که بله Russian serviceman shoots dead shot dead by 8. مثل که یکی از ارتشیای روسیه تیراندازی کرده و 8 نفر از سربازای دیگر رو توی ارتش کشته. و از طرفی ایوکویشن یعنی دستور تخلیه، یا به مردم میگن از شهر، از محل خونتون، از کوچه‌تون برید، اینجا داره آتش سوزی میشه. میگن که ایوکویشن underway از Kincaid fire rages through Sonoma County, California. این همون بود که گفتم آتش سوزی. و آقای سعیدم به خوبی گفت که کالیفرنیا 4 فصل داره، یکی فصل خوشسالی، یک فصل زلزله، یک فصل بارون و یکی دیگه. و اما چند روز پیش، نمیدونم ما برنامه داشتیم تا در این مورد صحبت کنیم یا نه، یکی از نماینده‌های مجلس که آقای کومنز اسمش هست، همون اسم ماشین‌های کومنز میگفتن تو ایران، این الایجا کومنز در سن 68 سالگی فوت کرد و این اولین سیاه پوستی هست که به اصطلاح گذاشتن توی کپیتال و مردم بیان ازش دیدن کنن یا ودا کنن، آخرین ودا رو باهاش داشته باشن. اجازه بدید که برگردم این کار رو. وقتی که یکی از رئیس جمهورا، مثلا آخرین بار ریگان بود یا بعد از ریگان جورج بوش پدر بود، وقتی فوت شد میارنش اینجا توی کپیتال روتاندا، همون زیر اون گنبد مینای کبود، اونجا نگهش میدارن و مردم میان خیلی مؤدب، خیلی ساکت، خیلی با نظم و ترتیب
وداع میکنن و ادای احترام، درست مانند اون مراسم ختم مراسم دفن آقای روح الله خمینی که دیدید حتی جنازه لخت شد و همه جاش پیدا شد و اون فیلمبردارش اینجا بود، آمریکا بود، بعد فکر کنم دوباره برگشت ایران. یه فیلمی هم اون آقا از من و دکتر گنجی گرفت که قرار بود یه کپیش به من بده، ولی از بدقولی اینا هر چی بگی برمیاد. و اما یک نوشته از این رو براتون میخونم، میگه هرگز فکر نکنید با داشتن پول زیاد شما ثروتمند خواهید بود. در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول است. ناپلون هیل در کتاب کلید طلایی 15 نوع ثروت را معرفی میکنه که داشتن آنها ما را ثروتمند میکنه. یکیش میگه نگرش مثبت، یکیش ارتباط مؤثر، یکیش ادب، یکیش یادگیری مادام العمر، انضباط شخصی، تندرستی واقعی، آرامش خاطر، خلاقیت، عشق ورزیدن به کار، داشتن برنامه و هدف، داشتن قلب و زبان شاکر، درک دیگران، استفاده مؤثر از زمان، بخشندگی، اعتماد به نفس. همینجا در رابطه با اینکه خیلی فکر نکنیم پول همه چی هست و دنبال پول بریم، یه نوشته هست که اینجا به صورت عکس هست و من بهتون نشون میدم. اجازه بدین اینجا اینو بخونم برای خودم، بیاد اینجا، این برای شما پلیر دو، منم اینجا بخونم. میگه که ببخشید یک عدسه بر دکتر ویکتور فرانکل از معدود کسانی بود که موفق شد از زندان آشویتس در لهستان، معروف به قتلگاه آدم سوزی، زنده بیرون آید. او در نامه خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه می نویسد: چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند. من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین طراحی می شدند. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکانی معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم می کردن. من پرستارانی کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل می رسندن. من فارغ التحصیلان دانشگاهی را دیدم که می توانستن انسان دیگری را در آتش بسوزانند و مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد. از شما تقاضا میکنم که تلاش کنید قبل از تربیت دانش آموزانتان به عنوان یک دکتر یا یک مهندس، از آنها یک انسان بسازید تا روزی تبدیل به جانوران روانی دانشمند نشوند. پزشک یا مهندس شدن کار چندان دشواری نیست و هر کس میتواند با چند سال تلاش به آن برسد. اما به دانش آموزان خود بیاموزید که بهترین و بزرگترین ثروت هر کدام از آنها انسانیت است که با هیچ مدرک تحصیلی در جهان قابل مقایسه نیست. و ما ایرانی ها چون خیلی تنبل هستیم، همه این نوشته رو به سادگی به دو تا جمله کوتاه تبدیل کردیم که دکتر شدن، ملا شدن چه آسون، آدم شدن، انسان شدن چه مشکل. پس انسان باشید و امیدوار باشید دیگران هم انسان باشند. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، اگر هم مایل نیستید برنامه داشته باشید حتما حمایت کنید. ضمن اون سوالی که من پرسیدم که خب خانم طنازی، آقای نگهبان، آقای ایکس، خانم ایگری، شما در خانوادتون دختری دارید که بره تن فروشی کنه برای پدر مادرش خوراک بخره بیاره؟ شما در خانوادتون فرد معتادی دارید؟ پسری دارید؟ چون تو ایران مثل که مد شده بوده، مدت پسرها هم تنفروشی میکرده. یعنی خانم طنازی نوشته نه ما نداریم. خب اگر دارید از اونجا کمک کنید، یکی یکی اونا رو سالم کنید، اینا میشن یه نیروی مقابل آخونده. نه اینکه بشینیم گریه کنیم که چرا سر قبرستون ما برامون چراغ نذاشتن، چرا مأمور پلیس نذاشتن سر قبرستون برادر من و دیگران. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و فردای روشنتر. ساعت 4 بعد از ظهر از برنامه آقای حسن ارشاد رو از آمریکا به شما تقدیم میکنم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.